به نام خداوند یکتا و مهربان، بنده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار یک و یک شما عزیزان بیننده باد. بر هر کدام شما دربار خالق یکتا و بی نیاز آرزوی صحت، سلامتی، تندرستی، موفقیت و کامگاری میکنیم. میدونستیم دور از تمام آفات باشین، بخصوص ویروس کرونا. بنده گرامی، امتود برای وطنداران خود در داخل کشور دعا میکنیم که الله پاک اونا را از شر تمام ناملایمات زندگی نجات بده، از شر ترستان وحشی، از شر وابسته ها، از شر نوکرها، از شر غلام های کشورهای بیگانه، از شر بیگانه پرستان، از شر ظالما و از شر آفات طبیعی مثل زمستان و گرسنگی نجات بده. سالی که سال برای ما واقعا سال بسیار پر از تشویش و ناراحتی است که وطنداران ما در داخل کشور امسال چگونه زندگی خود را پیش میبرند. به همین هرزومندی که امسال سال خوبی باشه برای وطنداران دردمند ما در داخل کشور، برنامه امروز سخن روز آغاز شد. امروز دوشنبه 22 نوامبر 2021، ساعت 32:01 بعد از ظهر به وقت تورنتو است. و در برنامه امروز در نیم ساعت اول من در خدمت شما هستم بینده گرامی. بعد از نیم ساعت من تو که شما خبر دارین یک تن از هنرمندان بسیار خوب وطن ما، هنرمند بسیار عزیز وطن ما، مسعود جان صفا به رحمت حق پیوستند و با زندگی وداع کردند. و مسعود صفا هنرمند چند بودی کشور ما بودند و واقعا همیشه تلاش میکرد که لبخند به لبان وطنداران دار و دردمند ما جاری بسازه. ای بخش برنامه که ساعت 2:30 شروع میشم، از هنرمندان نامدار وطن آی احمد شای حسن، جواد قاضیار و خلیل راغب دعوت کردیم که در رابطه با کارکرده و شخصیت و فعالیت های مسعود صفا صحبت داشته باشند. بگوین روحی عزیز سفر کرده ما شاد و یادش گرامی بود، به خانواده مرحومی و علاقمندان هنرش تسلیت گفته صبر جمیل میخوایم. یادتون باشه اگر شما بینده گرامی و هنرمندان دیگه عزیز ما دوست دارن که در برنامه امروز سهم داشته باشن و خاطرهای خود بگن، میتونن که در جریان نشر برنامه که ساعت 2:30 شروع میشه اونا هم تماس بگیرن، زنگ بزنن، و اگر میخواین که به صورت تصویری هم باشن برای من پیام بذارن در تلفنی که شما بینین، واتساپ هست، در واتساپ پیام بذارن، نام خود بنویسن، ما برشان لینک رواد میکنیم اونا صحبت خود داشته باشن. بازم روح ای عزیز سفر کرده ما شاد و یادش گرامی باد. خب بینده گرامی، در جریان هفته گذشته غوغای سر تا سر کشور ما را فرا گرفت. این غوغا صحبت های بسیار تند و درشت و منطقی و بجای استاد فیض الله جلال بود که برای نماینده طالب دکتر ورده که در قطر نشسته و از دور تماشاگر مصیبت و بدبختی مردم است گفت. البته واکنش های زیاده در صفحات فیسبوک و اجتماعی دیدیم که کسان تایید کردن، تعداد کثیر از هموطنان ما تایید کردن و گفتن که صدای استاد جلال صدای یک ملت است که صدایشان ترستان وحشی و عامیانشان در گلوهشان خفه ساخته، ولی صدای میلیونی استاد جلال دوباره مردم متوجه ساخت، جهان متوجه ساخت که این ملت هرگز تن به ذلت نمیده. این چند وطن فروش و خائن و معامله‌گر که پیدا میشن به نام کلان و رهبر و سر آن قوم این و آن خود جا میزنن و از با استفاده از نام مردم اینا مردم به گروگان میگیرن و با سرنوشان معامله میکنن جداست. اما استاد جلال با این صدای خود برای جهانیان ثابت ساخت که این ملت ذلت پذیر نیست، این ملت زنده است
و این ملت جاودانه نفس میکشه، با انرژی نفس میکشه، اگرچه که دشمنان وطن در رأس همین دو خائن کرزی و اشرف غنی تا تانستن ملت به ذلت و خواری و ناتوانی کشاندن، ولی باز هم ملت زنده است و هیچ وقت تسلیم بیگانه نمیشه. ملت که تسلیم بر قدرت هایی نشد، مثل از چنگیز گرفته و تا تیمور و تا انگلیس و تا روس و تا امریکا و اینا نشد، آیا واقعا همین کدام عقل سلیم میپذیره که پاکستان باید در اینجا حکم روی کنه؟ هر قدر که آیسای با طرحهای خائنانه و با توسط اعمال بسیار خائن خود در اینجا به اصطلاح بخواهی که مردم بگراغان بگیره، بازم در اینجا ناکام است. مثل قدرت ها اینجا طعم تلخ شکست از گلو پایین بردن و پاکستان آخرش هم نیست، یادتان باشه. اما کسانی انتقاد کردن که استاد جلال به قوم شریف پشتون توهین کرد. به این بیدوه گرامی چند لحظه واقعا خودمانی صحبت کنیم. استاد جلال طالب گفت که در یک پیوند پشتون والی این قدرت ها بدست کردن، چیز دروغ است؟ نیست. چرا وقتی که واقعیت ها گفته میشه هموطنان ما مسائل وابسته و واسر نوکر و واسر ستمی بیاره پر پشمه، و وقتی که بقیصران پشتون در این تلویزیون هایی داخل افغانستان دیگه قوم افغانستان ارامزاده گفت، بیگانه گفت، مهاجر گفت، خائن گفت، او وقتی هیچ وقت مسائل نزاکت های ملی و اساسیت ها وجود نداشت برای هموطنان ما که امروز انتقاد میکنن. اگر ما واقعا احساس ملی داشته باشیم اونا را هم محکوم میکنیم که واقعا خائنین بود و میگیم که سر استاد جلال، ولی شما از خود هیچ چیز نمیگین به نام قوم و به نام تبار و به نام دب، ولی هر کس دیگه که صدا بلند میکنه شما اونا رو ضد ملی و حرفای زشت و ناسزا میگین. این تا این زمان فرق کرده هموطنان ما. خب من نمیگم یک تعداد پشتون هاست که مریض هستن، بیمار هستن، عقدمند هستن، این اینا کسایی هستن که نویسنده هستن یا تلویزیون دارن یا ایدن، ایناست که ملت به جان امن داختن. در داخل افغانستان شما در کجا میبینید که مشکل بین قوم پشتون و تاجک و ازبک هزاره باشه؟ این چند تا معاملگر و چند تا تجارای سیاسی است که خود فروختن و با سرنوشت ملت بازی میکنن. یه مسئله پشتونوالی نیست که برادر، که هر کس که حرف زد، اگر طالب ها کسی چیز که فقط گفت لعنت به ملا عمر، طرف یک چند تا عقده و چند تا وابسته و چند تا مریض و چند تا روانی پیدا میشه که پشتون توین کرد. و از خود شما زمینه ساز میشین که مردم بالاخره وادا بسازین که حرف خود بگه. یا مثلا مسئله پرانتونبان و چپلی وی، که اگه یک کسی میگه که پرانتونبان چیست، عاجل چند تا مریض بیمار نشته میکنن که جز فرهنگ ماست و جز انرات ملی ماست و جز افتخارات ملی ماست. او برادر پرانتونبان هیچ فرهنگ ما نیست، هیچ افتخارات ملی ما نیست، چبلق هیچ افتخارات ملی ما نیست. شما این دفعه تاریخ 25 سال پیش دانم مراجعه کنیم، ما دو قرن پیش نمیگیم. میگه که ملت ما در روزگاره بود پیران تنبان و اینا کالاهایی است که بود که مردم در خانه ها و یا در روزهای رخصتی استفاده میکنن، نمود داشت، زیبایی داشت، قشنگ، نه که یک پاچه بالا یک پاچه پایین و یک چبلقای پشوری غرش 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 میکنن اینا پاچه، و هر کس هم که گفت بگه که برادر چی نیست، بالا افتخارات ملی ما شما انگشت انتقاد میذارید. ما میدوارستم که هموطنان ما بعد از این کمی دقت کنن، تحمیل نمیشه در افغانستان درست تحمیل کردین. امروز خب اگر در اصل بسنجین شما در ترکیب طالب همگی از قوم شریف پشتون است، هیچ یک واقعیت نکان ناپذیر شما قبول میکنین خوب نمیکنین، این میل شماست، اما این واقعیت است. اینا نسل کشی کردن در شمالی، اینا نسل کشی کردن در یکاولنگ، اینا نسل کشی کردن در افغانستان مرکزی، اینا نسل کشی کردن در هرات، نسل کشی کردن در مزار شریف. اینا رو که نمیتونیم ما صفات تاریخ برداریم صرف به خاطر یک سلسله ملاحظات و همش سکوت اختیار کنیم، ولی اون طرف مقابل هر آن چی عروض گفته میره بگه. ما امیدوار هستیم بعد از این همه کسایی که بایستاب خود سران پشتون میگن و کلانهای پشتون میگن که نیستن، به خدا نیستن، اینا فقط خود به اصطلاح جا میزنن. اینا دیگه ببینه که با در قرن 21 با مردم مواجه هستن که اینا هیچ چیز قبول ندارن چیزی که واقعیت باشه و قریب به حقیقت باشه. چیزایی را که امروز تیمی سادن
واقعا درد مردم دوا نمیکنه چیزایی که امروز میگین. امروز در داخل افغانستان ما عمرم به اونجا گذشت، ما نه پشتون می داشتیم نه تاجک داشتیم نه ازبک و نه هزاره. خب اینمی مرض، اینمی تخم نفاق بر اولین بار از رادیوی بی بی سی در 1994 شد، وقتی که کمونیست ها سکوت کرد، دولتشان شرمسار شدن، گریختن، فرار کردن، همه ی از این آمدن در رادیوی بی بی سی و یک قسمت از این آمد در رادیو صدای امریکا و از امینجا بود که اینا شروع کردن که فلانی از قوم پشتون، ازبک، دوستم ازبک، خلیلی ازاره و اینا. خب وقتی که ما میگیم که مشکل است، این یک خط تفرقه را ما ننداختیم، بیگانه انداخته. بین که ما شما سلاش کنیم دیگه، بعد از این ننمیسیم که به افتخار بعضی ها میگه والا ما به افتخار میگم یک دوست ازاره است. نه برادر، ازاره باشنده و سرزمین است، افغان است. وقتی که بالای کلمه افغان تاکید میکنین، تمام باشنده های سرزمین افغان است، هموطن است. هیچ کس از هیچ کس امتیاز نداره. هیچ امتیاز برادر پشتون در افغانستان شما ندارید که بگید ما اکثریت هستیم، ما صاحب هستیم. هیچ کس صاحب این سرزمین نیست مگر باشنده هایی که در این سرزمین قرن ها زیست کردن، در تمام معاملات کشور مشترکاً سهم داشتن. حال تو نه تو دعوا کرده میتونی که این سرزمین از تو، نه تاجک دعوا کرده میتونه که این سرزمین از ما تو بیگانستی. این به نیاز خدا که در این 50 سال این قد مصیبت و بدبختی را که ما دیدیم، آیا وقت از این است که یک تجدید نظر کنیم، خود از این زندان‌های فکری نجات بدیم، بیاییم به مسائل بهتر بندشیم؟ امروز وطن در چه حالت قرار داره؟ سرنوشت وطن و آینده مردم معلوم نیست، اما هنوز هم یک تعداد به نام پشتون فرقی که در کوبیده میرن، یک تعداد به نام اقلیت، یک تعداد به نام اکثریت، یک تعداد به نام از اینکه قوم ما برتر است. او در قوم اکثریت کل تک تکان نخوری، پاکستان ریشه تانه کلی جمع کرده، گلمه تانه جمع کرده، از بین میبره. این واقعیت های عینی جامعه ماست که متاسفانه یک تعداد مردم دوست دارن که حرفی که یک نفر زد، حرفی که واقعیت بود، او رو باید بگه ستمیز، او رو بگه نوکر ایران است. خودم امی لحظه خودم چند تا شما مریضان برای میگه که نوکر کدام کشور است و این زده پشتون است. برادر با خدا اونم کسی که اینو تعبیر میکنه، اونم اونو عقل ندارن، اینو منطق ندارن، در جاده منطق اصلا پای نگذاشتن. در غیر از اون نیاز نیست که هر کسی که سخنانش خوش شما نامد، هر کسی که گفتارش خوش شما نامد، او رو عاجل تاپه بزنیم. این تاپه زنی کار اشخاص بزدل، ترسو و فاقد وجدان است. دستت برادرم. خب استاد جلال چرا ناراحت شد؟ وقتی ناراحت شد، عرفای ناگفتی خود گفت که او یک تروریست وحشیه که نماینده ملت ما نیست، نماینده آیسای پاکستان است، اونا را غیر نرمال خطاب کرد. استاد جلال مورد گوساله گفت و تا این گوساله ها گو شد، خدا شده است که وطن ما تباه میشه. گفت آیا استاد جلال در برنامه فرا خبر تلویزیون طلوع بیان حقیقت غیر قابل انکار بود که یک کلمه افترا، دروغ و تهمت در آن وجود نداشت و هیچ گونه توهین هم به کسی روا نداشت و اکثریت مطلق مردم افغانستان با گفت های استاد جلال موافقند، اما کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند توان بیان چنین حقیقت را ندارند، چون بیان این گونه حقیقت بازی با زندگی است. اینکه استاد جلال درد یک جامعه را که در معرض بیکاری، فقر، گرسنگی، تبعیض، کوچهای اجباری، مرگ و حکومت تک قومی، تک زبانی و تک مذهبی قرار دارد بیان کرده است، قابل تقدیر و ستایش است. در آخر بحث، زمانی که دکتر نعیم وردک به آقای جلال غیر نرمال خطاب کرد، استاد جلال هم در جواب به وردک گوساله گفت. در این بحث خطاب کردن غیر نرمال بزرگترین توهین است که به جواب آن گوساله گفتن یک عکس العمل عادی است. لذا تحلیلگرانی که برای استاد جلال موعظه اخلاقی میکنن، یک بار دیگر متن مصاحبه را به دقت بشنوند تا متوجه شوند که چی کسی در اول دست به توهین زد. و من هم در فیسبوک نوشتم بی لایگرامی که شهامت استاد جلال را همه تحسین کردن، ولی اگر میخواهیم شاهد تغییر در کشور خود باشیم، باید همگی یک صدا، یک دل، یک دست استاد جلال شویم، یک مشت شویم و یک صدا شویم. حالا که استاد جلال تابو شکنی کرد، بیایید تنها با شعار دادن بسنده نکنیم و همه با هم صدای اعتراض بر حل ترستان وحشی را بلند کنیم.
تعریف و تمجید از استاد جلال کاری راست پیش نمیبرد، فردا فراموش ما میشه، مگر اینکه همه در هر کجایی که هستیم استاد جلال شیم تا قطره 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 دریا شیم. و در ضمن در رابطه با پرانتومان ما در فیسبوک نشته کردن بیراگر، میتونین جواب بگوین و میتونین زنگ بزنین. لونگی و پرانتومبان و چبلق اینا نه فرهنگ ملی ماست و نه ربطه به تاریخ کشور ما داره. بسیار با صراحت میگیم. برای زی که عقل سکوت کرده میریم یک تعداد دیده تراتر میشه و مردم با توسط تعدیدهای متفاوت که اونا رو وادار به سکوت میکنه. اما ما اهل سکوت نیستیم. ما هر آنچه را که میبینیم که ضد منافع ملی ما هست بیان میکنیم و انگشت میگذاریم روی حرفایی که مردم بیان میکنن. در 20 سال گذشته یک تعداد مزدوران بیگانه فقط برای نمایش از پرانتومبون در سطح رهبری استفاده کردن، مثل کرزی و غنی احمق دیدین که خود هرچی تلاش کرد خود به اصطلاح گاندی بسازن نشد، ولی در آخر دیدین که از این که خائن وطن فروش ترسو بدل معامله‌گر در تاریخ افغانستان تیر نشده بود و یک تعداد لعنتی ها انوزا میره بابا خطاب میکنن. این کسایی هستن که برای مادرای خود شوهر دوم انتخاب میکنن. شرم از برای کسایی که یک بیگانه را بابا خطاب کنن. او توهین است به پدرایتان. والا غلامان پاکستانی با پاچهای کشال و قیافه احمقانه در مجالس ظاهر میشن و وقتی کس انتقاد میکنه باز طرفداران چتل پوشان حرف از تاریخ و فرهنگ و انحنات میزنن. در یک کلام و خلاص پیرهن تنبان به خصوص فعلا نه فرهنگ ما نه ربط به تاریخ ما داره، یک لباس ملی ما هم نیست. چون ما هنوز تعریف مشخص از منافع ملی نداریم. ما هنوز منافع ملی در کشور ندیدیم. بلدهای متفاوت هستیم که در اونجا زندگی میکنیم. پس این پرانتومبان چطور بشه بخش از تاریخ ماست و بخش از فرهنگ ملی ماست؟ اگر در فیسبوک نشته کردیم دوستا موافق هستن خوب، اگر نیستن میدشن. ایجاد دادگاه خیانت ملی، آی عبدالحی خراسانی نشته کردن فراخان و نظرخواهی برای ایجاد دادگاه مردمی جهت تدوین دادخواست تحقیق و پژوهش پرونده خیانت ملی غنی و سایر مسئولین ارشد نظامی و امنیتی نظام جمهوریت انقلابی کشور در پی سقوط و تسلط طالبان. مطابق نص سری قانون نافذ کد جزای افغانستان، دکتر اشرف غنی به عنوان فرمانده کل قوا، وزرای داخله، دفاع، رئیس استاد ارتش، فرماندهان اف قل اردو، رئیس سازمان امنیت ملی و مشاور امنیت ملی متهمان ردیف اول خیانت ملی می باشند. خیانت ملی چیست؟ ماده 238 کد جزا میگه که هرگاه تبعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال زیر گردد، عملهای خیانت ملی شمرده می شود. اول، عملی که در نتیجه آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماما یا قسما تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف دولت اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد. دوم، عملی که در نتیجه آن تمام یا قسمت از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اداره آن خارج شود. سوم، تسلیم نیروهای تحت امر به دشمن. چهارم، واگذارانی تاسیسات دیپوی اسلحه و مهمات و سایت نظامی ذخایر مواد ارتزاقی و استحکامات متعلق به نیروهای نظامی به دشمن به منظور مساعدت آنها یا فراهمسازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور. پنجم، جمع‌آوری معلومات آوی اسرار نظامی دفاعی یا امنیتی کشور به منظور تسلیم دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گمشتگان آنها. هشتم، سرقت، تلف یا تزویر اسناد آوی اسرار نظامی دفاعی یا امنیتی کشور. نوام، پیوستن به قوی مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در آل جنگ یا منازعه مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان. و یازدهم، افشای اسرار نظامی دفاعی امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار میکند یا به گروه مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان. اگر میخواهیم نام خیانتکاران در تاریخ ثبت شوند، ما ضرورت اشد به برگزاری چنین دادگاهی مردمی داریم تا عدالت و حقیقت در کشور نهادی نشود. زار نظرهای فردی و حملات احساساتی در میان روایتهای ساختارمند عوامل رژیم قبلی گم می شود و در فردای تاریخ اثر از آن نخواهید دید. پس اگر خواهان اجرای عدالت هستیم باید در این راستا کار اساسی و قانونمند انجام بدیم. شما دیروز شنیدین که یک سلسله قواعد را ترسان طالب وضع کردن بالای مطبوعات که کدام
نشریات داشته باشن، چی مطالبه نشر کنن. برای خانما ما یک چیز بسیار احمقانیه که اینا میگن که شما در اساس نوینین که بر توهین است برای تمام خواهرها، برای تمام زنان کشور ما، لعنت به هیچ ترستان چین سیاهی از خدا بی خبر دشمنان واقعی مردم افغانستان که همیش به شکل از اشکال اینا ملت افغانستان توهین میکنن. اینا در رابطه به عورت من بیشتر توضیح نمیتم، شما مو ماده از این بخوانین واقعا ببینین که چقدر احمقانه، چقدر غیر مسئولانه، چقدر غیر انسانی، چقدر غیر اسلامی اینا نوشتن و به تمام کسایی که در مطبوعات افغانستان است توهین کردن. این توهین برمیگرده به مادرانی که چنین جناورانی را به دنیا آوردن و این جناوران امروز به فرد فرد وطن ما اینا توهین میکنن و تحقیر میکنن و دشنام میدن. خب واکنش ها به این دستور عمل جدید طالبا بر رسانه‌های افغانستان رو صورت گرفت که توجه شما رو به گزارش از سی‌دی 24 در رابطه جلب میکنیم. یادتون باشه که 10 دقیقه بعد اگر ما مشکل تکنیکی نداشته باشیم برمیگردیم با یک برنامه جالب در مورد هنرمند چند بودی وطن مرحوم مسعود صفا. نشر دستورهای 8 ماده‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان ناوقت روز یکشنبه با واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی و رسانه های همگانی روبرو شده است. دستورهایی که به گفته نهادهای پیشین رسانه ها با حملی شدنشان فعالیت های تلویزیون ها خیلی محدود خواهند شد و حتی بیشتر تلویزیون ها که مواد نشراتی آنها فیلم ها و سریال ها چیز برای نشرات نخواهند داشت. صدیق الله توحیدی مسئول دادهای کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به این دستورات تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این موارد فعالیت رسانه ها به ویژه تلویزیون ها را سانسور خواهد کرد. با گفته توحیدی هرچند طالبان این دستورها را توسعه عنوان کردند، اما به باور او احتمال دارد این موارد در آینده به عنوان قانون جنبه عملی پیدا کند. در پشت این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه را میبینم تا یک دستورالعمل اخلاقی. حالا ممکن است اجالتا این موضوع را به عنوان یک سفارش گفته باشند، اما بعدها این موارد جمع‌آوری خواهند شد و به عنوان قانون پیشکش خواهد شد و انتظار ایجاد محدودیت بیشتر بر کار رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. ممنوعیت نشر برنامه‌های طنزی و کمدی که از آنها تعبیر تحقیر افراد شده و نمایش فیلم‌های داخلی و خارجی که گفته شده مخالف شریعت اسلامی و روحیه فرهنگی افغانستان است بخشی از این دستورها است. بر اساس این دستورها خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برنامه‌های تمثیلی که زنان در آن نقش داشته باشند نشر نشوند. سریال هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه ها بازی شده باشد و برنامه‌هایی که به گفته طالبان در آنها به دین و کرامت انسانی توهین شده باشد بخش دیگری از این دستورها اند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که برنامه های طنزی از فعالیت های رسانه ها جدا ناپذیر است و هر مسئول حکومتی سوژه برنامه طنزی رسانه ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر اصیل احمدزی خبرنگار محلی در کابل میگوید که خبرنگاران زن هیچگاهی با بی ایجابی در رسانه ها ظاهر نشده و این گونه اقدامات بهانه ای برای محدود ساختن فعالیت های زنان است. دستورالعمل هایی که اینها برای انداختن باعث می شود که زنان سرکوب شوند و حضورشان کمرنگتر از آلا شود. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که طالبان با تسلطشان بر افغانستان بیشتر روی ایجاد محدودیت ها بر فعالیت های رسانه ها تمرکز کرده اند. مسرور لطفی سخنگوی این اتحادیه بر رادیوی آزادی گفت که در شرایط کنونی چیزی که ما نیاز داریم راهکار مناسب باید سنجیده شود تا از فروپاشی جامعه رسانی افغانستان جلوگیری شود. شما میبینید که رسانه ها و خبرنگاران با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند و با گذشت هر روز در کنار جاده ها کارهای شاقه انجام میدن و دست فروشی میکنن. با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالب ها بر رادیو آزادی گفته است که این دستورها تنها جنبه سفارشی دارند و الزامیت عملی شدن ندارند. بله
این از جانب وزارت دعوت و ارشاد نشر شده و این در حد خواهش و سفارش از رسانه هاست که در نشرات خود توجه داشته باشند. این در حال است که در 20 سال گذشته در افغانستان رسانه های آزاد به ویژه تلویزیون ها رشد چشمگیری کردند و به شمول صدها رسانه چاپی و شنیداری ده ها تلویزیون خصوصی در افغانستان ایجاد و آغاز به فعالیت کردند. البته بیشتر محتوای نشرات این تلویزیون ها را سریال های ترکی و هندی و برنامه های تفریحی تشکیل میداد که با حاکمیت طالبان پخش و نشر این گونه سریال ها و برنامه ها نیز محدود شده است. در کنار این بنابر گزارش نهادهای دفاع از رسانه های آزاد پس از حاکمیت طالبان بیش از 70% فعالیت های رسانه ای در افغانستان متوقف شده است. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنیم. جبهه مقاومت ملی با نشر ویدیویی از شمار جنگجویان این جبهه میگوید که در ولسوالی بگرام ولایت پروان به فعالیت آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری جمهور در این ویدیو که با تازگی در صفحات اجتماعی مربوط به جبهه مقاومت ملی منتشر شده نشان میدهد که شماری از افراد با چهرهای پوشانیده شده حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی اعلان میکنند. آنان میگن که به رهبری احمد مسعود در ولسوالی بگرام ولایت پروان در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد. این گروه چریکی مقاومتگران تاکید دارند که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند. آنان از مردم افغانستان نیز میخواهند در این مبارزه با آنها همگام شوند. توجه شما را به گزارش افغانستان در یک نگاه جلب میکنیم و دوباره برمیگردیم با گزارش های متفاوت. به اون باشین. سازمان ملل متحد گفته است که سیستم بانکی افغانستان در حالت فروپاشی قرار دارد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه اعلام کرد که سیستم مالی افغانستان دچار بحران نقدینگی شده و سیستم بانکی این کشور نیز در حالت فروپاشی قرار دارد. با گزارش خبرگزاری جمهور این نهاد با نشر گزارش تازه از وضعیت بانکداری در افغانستان امروز دوشنبه 22 نوامبر گفته است که اقدام فوری و قاطع ضرورت است. تأخیر در تصمیم گیری از اینهای فروپاشی سیستم بانکی را افزایش داده و یک مخمسه تلخ را به بار خواهد آورد. در این گزارش آمده است که سیستم بانکداری در افغانستان از 3 ماه به این سو تقریبا متوقف شده و به دلیل بحران نقدینگی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و بازارهای بین المللی این مشکل در افغانستان عمیق‌تر شده است. از سوی هم صندوق بین المللی پول کاهش 30% در اقتصاد افغانستان را برای سالهای 2021 تا 2022 پیش بینی کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش مجموعی سپرده های بانکی از 268 میلیارد افغانی معادل 2.9 میلیارد دلار در پایان 2020 به 194 میلیارد افغانی معادل 2 میلیارد دلار در ماه سپتامبر سال جاری کاهش یافته است. با این وصف پیش بینی می شود که تا پایان سال 2021 این رقم به 165 میلیارد افغانی معادل 1.8 میلیارد دلار کاهش یابد که حدود 40% زیان را نشان می دهد. با این حال با گفته عبدالله الدرداری نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، در حالی که فروپاشی سیستم مالی در افغانستان در حال تشدید است، فعالیت های اقتصادی به سرعت کاهش می یابد. او میگوید بدون سکتور بانکی هیچ راه حل بشر دوستانه برای افغانستان وجود ندارد. او افزوده است که اگر برای راه حل این چالش اقدام جدی نشود مردم افغانستان منزوی خواهند شد. این هشدار از فروپاشی سیستم بانکی کشور در حال از سوی سازمان ملل متحد مطرح شده است که در پی تحولات اخیر سیستم بانکی کشور دچار آسیب جدی شده و بحران نقدینگی در پی مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده است. روزنامه وال استریت جورنال در یک گزارش گفته است که امکان دارد مهاجران افغان برای رسیدن به امریکا سالها در یک کشور سومی منتظر بمانند. این روزنامه افزوده است شماری از شهروندان افغانستان که در جریان برنامه خروج اضطراری از افغانستان به کشورهای دیگر انتقال یافتند ممکن است تا رسیدن به امریکا سالها سرگردان شوند. با گفته این روزنامه دلیل سرگردانی و منتظر ماندن مهاجران افغان در کشورهای دیگر تراکم کار در سیستم بررسی دوسیه های مهاجرین عنوان شده است. کشورهای آلمانیا، شیلی، مقدونیه و اوگاندا از جمله کشورهایی هستند که به گونه موقت به این مهاجران پناه دادند. افزون بر این صدها شهروند افغانستان که در جریان برنامه خروج از افغانستان فرار کردند در کشورهای امارات متحده عربی و قطر منتظر انتقال به امریکا هستند.
امریکا گفته است که برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستان تا آغاز سال جدید میلادی از بررسی و پذیرش دوسیه‌های مهاجرتی شهروندان سایر کشورها خودداری میکند. گفتنی است که امریکا در روند خروج از افغانستان بیش از 120 هزار نفر از میدان هوایی کابل تخلیه کرد و این روند تا هنوز ادامه دارد. الکساندر گربنکین معاون منشی شورای امنیت روسیه میگوید که شبه نظامیان و توریست ها میتوانند از افغانستان به آسیای مرکزی و سپس به روسیه نفوذ کنند. وی اظهار داشت: ما از نزدیک وضعیت افغانستان را در رابطه با قدرت رسیدن طالبان دنبال میکنیم. او افزود: متاسفانه اوضاع کنونی دلیل برای خوشبینی وجود ندارد. و ادامه داده است: به خاطر بیشتر وضعیت سیاسی و اجتماعی در این کشور در پی فقر و کشتار غیرقانونی شهروندان، خطر واقعی افزایش قابل توجه حجم قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهاجرت بیرویه را ایجاد میکنند. به گفته ای وو، شبه نظامیان و توریست ها میتوانند از افغانستان با عبور از سرحدات قزاقستان به کشورهای منطقه آسیای مرکزی و از آنجا به روسیه نفوذ کنند. این مقام روسی تاکید دارد که این موضوع یکی از موضوعات کلیدی در نشست سالانه اخیر رؤسای شورای امنیت کشورهای مستقل مشترک المنافع بود که طی آن بر لزوم اتخاذ تدابیر منسجم برای حل تدریجی بحران بین الافغانی تاکید شد. روسیه پیش از این نیز از احتمال عبور ترکستان به کشورهای آسیای میانه نگرانی کرده است. بینندگان گرامی، شما برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکردین. تا که در اول برنامه گفتیم، با تاسف و با درد که دیشب خبر مرگ اون هنرمند بسیار خوب، بسیار مستعد و رفیق بسیار خوب، یعنی من در هر گوشی که سفر میکردم، به هر گوشی که میبودم، صفای نازنین زنگ میزد، خبر میگرفت، پرسان میکرد. ولی به یک بار شنیدن خبر مرگ یک هنرمندی که هیچ انتظار ندارین، مثل یک سایقه است که ضربش به آدم میخوره و واقعا قبولش مشکل است که بپذیریم که دیگه مسعود صفا در کنار ما نیست و به جاودانگی پیوست. مسعود صفا یکی از هنرمندان بسیار خوب ما بود، آواز میخواند و کمدین بسیار خوبی بود که در لحظاتی که ملت به لبخند نیاز داشت، ملت میخواست که دل خوش داشته باشه، مسعود صفا با پارچه های کمدی خود، با تقلید از آوازهای هنرمندان و یا شخصت ها و کسی دیگه، لبها را به خنده باز میکرد و دلها را شاد میساخت. و امروز مسعود صفا با ما نیست. بینندگان روح از این هنرمند محبوب ما شاد و یادش گرامی باد. ما در برنامه امروز تقاضا کردم از دو هنرمند بسیار خوب ما، دو هنرمند بسیار عزیز ما که با ما یک جا شوند و در رابطه با مسعود صفا صحبت کردن. ولی قبل برو بین که کسایی که ناآشناسند اصلا جوان، دقیقه از مسعود صفا بشنوید، دوباره برمیگردیم با محترم جواد غازیار و خلیل راغب و دنبالش باز مهمان عزیز دیگه داریم، آقای احمد شای حسن. مثال کوتاه که وقت نگیرم، نامخدر کلی که صحبت میکنه به آواز خطاب صاحب که تعریف از استاد باشه، میگه که گشت استاد چیز باشن، استاد میگم آقای خطابی جنیستن، به غیابشان تعریف از استاد کنن، شاید بگن که دوستان عزیز، استاد محترم آقای جلیل زلان یک هنرمندی با شخصیت و آواز گرنگی که داشت، امروز استاد سرنگ هم داشتیم، هنرمندای دیگر هم داشتیم، به افتخار استاد محترم یک چکچک بلند میکنه خوبانچون. و همه تا پیام نعیم جان پوپالم جنیس کتا بگویم، نعیم جان شاید درباره استاد بگویه که استاد محترم که به چیز باید میگم قربان جان، این مزدارای محترم بزار از دنی نمیشه، این مزدار محترم من بزار ما دوست دارم، این آواز مزدار امروز نمی کلیم افغانستان نیست، به افتخار خستان یک چک چک کنیم.
و آماشا جان عزیزم که اگه اجازه باشه با من ارتباط اجازه است آماشا جان. آماشا جان اگه استاد شوین با افتخار آماشا جان که من صدایش بسیار دوست دارم کوتاه که وقتان نگیرم. اگه آماشا جان شاید بگید درباره استاد ساکت نه کل قلبا باید چپ باشه. بله بله ببینید دوستان عزیز سرنگ مرم واو استاد جلیز دلان یک هنرمند بسیار خوب بودن یک هنرمند بودن که امروز در جامعه افغانستان پیدا نمیشه با افتخارم بتان یک چیز دیگه بتان بگم دوستان عزیز که هنرمند مثل جلجانی دلان استاد محترم ما که امروز در جامعه افغانستان دیگه پیدا نمیشه و هم از همین قلب برشان افتخار میکنم بازم با افتخار اما چه جان هستن اناله اگر کوتا آخری که میفهم کسی کس خونه میگه که پشو ابی جواجان غازار یک خواندنه که ویسا بخونه شاید تو بگوی که دل دارم دل دیوانه دارم چمن چراغانه است وای وای دلکه عزیزان قدر یک دیگر بدانه نل پریشان است نه دلکه یه جان تشکر تشکر روح هنرمند عزیز ما شاد باد. شما به صفحه تلویزیون دو هنرمند محبوب و نامدار وطن میبینید آقای جواد غازیار و خلیل جان راغب. من سلام تقدیم میکنم آقای غازیار برای شما من سلام تقدیم میکنم. سلام خالد نازنین آقای خالد بسیار زیاد تشکر. سلام به شما سلام به بیننده های بسیار عزیز و گرامی شما بسیار زیاد تشکر که شما سلامت. یاد همیشه از هنرمندا در زندگیشان و در وفاتشان میکنین سپاسگزار هستم از لطف شما. تشکر راغب عزیز بار دیگه برای شما سلام تقدیم میکنم. خدمت شما سلام میرسانم آقای خالد خدمت بینندگان تلویزیون امید 24 و تمام هموطنایی که ما را میره و همچنان خدمت هنرمند عزیز گرامی جواجان غازیار هم سلام احترام میرسم. خب ما واقعا امروز متاثر هستیم که جمعی از هنرمندا هست با ما و در سوگ هنرمند نشستیم که واقعا همه را همیشه تلاش میکرد که شاد داشته باشه. آقای غازیار از شما میپرسیم چون امو با چه تمثیلی که از مرحوم سفاره شنیدیم با چه آخرش از تقلید آواز شما بود دوست داریم نظر شما را در مورد سفاره از بشنویم. بفرمایید. خالص عزیز بسیار زیاد تشکر. ما سبب بخشیم که تصویری از دوست بسیار نازنین و بزرگوارم راغب صاحب عزیز نبود. اول سلام های گرم ما نثار قدم های راغب صاحب عزیز هنرمند بسیار شریف و بزرگوار و محترم ما. بعدا به سوال شما ما به جواب سوال شما ما شناخت های بسیار خوب از مرحوم و بعد زبان ما هم نمیه که بگویم مرحوم برای ازی که وقت مرگ مسعود جان صفا نبود واقعا وقت مرگش نبود ولی خب همین که میگه عجل سنگ است و آدم مثل شیشه خودش همون چاربای دیگه مخانون در چمن چراغان امیر سرود و امیال عشقای ما جاری شد راستی همه تر است. مسعود صفا یک جوان بسیار پرکار یک جوان بسیار مهربان همه تر که شما یاد کردین با ما هم دلمی آرنج کامونتی زندگی میکرد. چند وقتی بود که طرف لس آنجلس باز اونجا رفتن برای زندگی. خدا ببخشه مادر از اینا بسیار یک بزرگ مادر بود پدرشان سعید و سعادات و خودشان هم جوان بسیار نازنین و محترم و خوش تیپ و خوش خواره و خوش صحبت و خوش سلیقه خوش آواز و این برنامه هایی را که برای مردم ما اینا در نظر می گرفتن همگی به سلیقه و ذوق هموطنهای ما برابر بود ولی با تأسف تا وقتی که یک هنرمند در قید حیات است کسی یادش نمی کنه وقتی که مرد باز از هر طرف شما خوب بزرگوار هستین این خوب برنامه است هم منظور سر مردم شریف ماست باز اون جگرخونی و تاثیرات خود از طریق یوتیوب و فیسبوک و خبرها و گپا و اینا میارن دیگه من نمیفهم که اینمی چی رقم عادت است و به هر صورت مسعود صفا زایی بسیار بزرگ است برای فرهنگ کشور ما در عرصه تمثیل در عرصه موسیقی که نو شروع کرده بود و بسیار خوب شروع کرده بود و راستی هم همون سبک کشور کمار خواندنش کار آسان هم نیست
مقصر ماهنگ چینگاری را که با مولای سخیلی که داره که مسعود جان رو را ادا کرده، آفرینش، خداوند جنتا نصیبش کنه، روی شاد باشه. ما همه در غم شریک هستیم، سخت متاثر هستیم. زنده باشین. راغب عزیز از شما بشنیم. خواهش میکنم، تشکر میکنم از اینکه برای ما وقت دادین. در مورد مسعود جان صفا متر که آقای غازیار گفتن شخصیت بسیار خوبی داشت، درمند بسیار خوب بود، طنزگوی خوب بود، لحظات در هر جایی که می بود سعی میکرد که لحظات خوشی رو برای وطنان ما بیاره و مردم بخندانه. ما امرایش آشنایی البته ارتباط بسیار زیاد نداشتم، ولی بارها یکی دو بار مهمان برنامه ما بوده در تلویزیون و همیشه در برنامه ام زنگ میزد. یک چند بارم در برنامه هنری که یک جای شدیم با هم در سر استیج بودیم. بسیار شخصیت خوب، شخصیت دوست‌داشتنی. ما روز اول که در صفحه فیسبوک دیدم یکی از هموطنان ما انداخته بود، باورم نشد. برای اینکه واقعا متوجه که آقای غازیار گفت شوکه شدم، ایران ماندم. چرا چند وقت پیش هم اگر شما به خاطر داشته باشین بعضی هموطنای ما عادت دارن که اگر هنرمندای حیات دارن میکشنشان. از جناب استاد الفتاح آهنگ چند تا کلپ افتاد که در اثر مرض کرونا وفات، در حالی که شکر خدا صحتشان خوب و سر حال بود. ما که این مسئله را در فیسبوک دیدم بسیار نارام شدم، صبر کردم، با تحقیقات کردم. من یکی از فامیلایشان آقای فروتن بود، مثل که بلال فروتن، آقایشان در تماس شدم و باز بر ما گفتن واقعیت داره. روز جمعه مثل که وفات کردن و گفتم که گفتم علتش چی بود. علتش هم گفت فعلا دستش در شفاخانه است، بایپسی میشه و تحقیقات میکنن که علت وفاتش چی بوده. ولی خب به هر طریقی که رفته از پیش ما رفت، روی شاد باشه. هنرمند بسیار مستعد بود واقعا، همونطور که پیشتر دیدیم کلپ که تقلید صداهای مختلف چی از سیاسیون چی از هنرمندان بسیار به زیباییش انجام میداد. ولی فقط منظورش غرض بد نبود، غرض آلود نبود، منظورش یک چند لحظه لبخند در روی هموطنان بود. روی شاد باشه و یادش هم گرامی باشه. سلامت باشین، تشکر میکنم. منتظر آمشجان حسن هم هستیم که اونم بیاید صحبت داشته باشه. آقای غازیار، شما از شناختتان بوین و شما گفتین در منطقه آرنج کانتی و تا حال گچه که آقای راقب میگن که خبر مرگ نشده و تا انوز دلیل مرگ مشخص نشده، ولی خب هر دلیل مشخص شده، ولی به هر حال دیگه مسعود صفا با ما نیست. دیگه مسعود صفا نیست که آواز شما را آقای غازیار تقلید کنه. دوست داریم بیشتر از شما بشنویم در مورد شناختان. حتما شما ارتباطات داشتین آقای غازیار. خالد صاحب عزیز، ما عرض کنم خدمت شما که مسعود جان صفا زمانی که در این منطقه ما زندگی میکرد، والا شبها در بعضی برنامه‌های موسیقی که در بین مردم شریف خود ما داشتیم، اینا هم تشریف می آوردن و عموجه همراه ما بودن. باز می آمدن با دوستای خود، پارچه هایی رو می خواندن و ما استقبالشان می کردیم، تشویقشان می کردیم، موقع بسا خوب برش مساعد می ساختیم که مسعود جان عزیز هم اینجا هستن، باید بخوانن، جوان خوب. مسعود صفا، ما برای شما تو عرض کنم که جوان رشید و مقبول و در این زمان پشت کار زیاد داشت و حریفای زیاد هم داشت. حریفای زیاد هم داشت و به خاطر که این یک تعداد زیاد از طبقه هناس طرفدارای زیاد داشت و یک تعداد حسودا، من فکر میکنم حسودی که من 100% را شاهدی دارم نمیتونم، فکر میکنم که اگر مرگش شهید شده باشه حتما از این حریفایی است که این را چیز دادن، یا ده ها و یا ده مو درنگ اینا شوانه میشن کوک فانتان و جان میکردن و هر ترتیبی که بود فرمودی پیشتر شما. مسعود صفا در بین ما نیست، اگر اوتو شده باشه شهید شد و خداوند و دنیایش هم نیک داشت و دنیایش هم گل گلزار بود و دنیایش هم گل گلزار داشته باشه. ولی فرمودی شما که در بین ما نیست، واقعا همین لحظاتی که مردم هم میخندند و لحظاتی که مردم هم مصروف نگاه میکرد و از غم و درد درون وطن ما، اینمی کلان یک خدمت است، اینمی قربانی است، اینمی را هر کس کرده نمیتونه، استعداد هر کس نداره. ولی متاسفانه ما در جامعه خود متوجه هستیم، باز مجرد که یک هنرمند اگر در یک برنامه سیاسی صحبت کنه یا در پروگرام راجع به سیاست وطن یا به وطن خود تصمیم بگیره،
از تمامیت ارضی و ناموس ملی کشور خود دفاع بکنن. باز ببینیم که اکثر دوستا چی از فامیل و چی بیگانه و چی از خود و اینا باز بلا بیادر تا چی کنرمند است این طور چی با این کار یه نمی مسجدان صفان که راضی با وطن و با افغانستان صحبت میکرد از هر طرف تخریب و تخریش میشد. ما شاید سحنه بودم در همونجا دیگه. بعد از اینکه به لس آنجلس رفت ما مسعود جان ندیدم. آخری دیدار ما بود یک کی برده اینا آوردن برای ما در خانه دادن و ما وزیش سیم خنده و مزا خدا کردیم. بعد از اون دیگه باز من ندیدم مسعود جان تا که فرموده شما همی خبر وفات شد. ما بیخی شوکه شدم تو هیچ باورم نمیمد و نشته کردم این خدا نکنه زنده است. ولی باز کسا شاید میره یا مزاق کنم و یا قصدن من نمیفهم. پسان که باز امرای برادرش اینا صحبت کنم فا بلا یعنی مسعود جان از پیش ما رفته. الحمدلله زندگی سر کل جامعه فرهنگی باشه، زندگی سر فامیلشان باشه، خداوند ببخشانه. مرگ حق است، چی در طفولی چی در جوانی چی در صد سالگی کل ما بالاخره میریم. اما ایتو مرگا بساد در داغار است و هیچ وقت فراموش نمیشه. تشکر خوزی آسف اکسس صحبت های شما کردین که خب بر بعضی از وطنداران ما هم سوالات را با وجود میاره، ولی امیدوار هستیم که دستای مرموز در جاویدان پیوستن مسعود صفا کار نکرده باشه و اگر کار کرده و واقعا حادثه صورت گرفته، امیدوار هستیم که مسببین به پنجه قانون سپرده شود. ولی خب منتظر میمانیم که نتیجه چی میشه. شاید که دو روز بعد چی شوه اینا شوه. راقب عزیز، آقای عزیار در ابتدا یک مسئله گفتن و در این بخش شما زیاد کار کردین، ما واقعا قدر میکنم در بین تمام برنامه سازان، در بین تمام تلویزیون ها شما در رابطه با کارهای هنرمندا، در معرفی هنرمندا اینا کار کردین، زحمت کشیدین در برنامه هایتان و واقعا جای تان هم در بین دلهای مردم ما دارین. اما آنی که میخوایم از شما تو سوال کنم که چی باید کرد که واقعا امی عرف آقای غازیار که عرف ازارها هنرمند با هست، امی عرف دیگه تکرار نشه که چرا ما زنده یاد است. یعنی وقتی که از پیش ما رفتن هنرمندان ما، باز ما داد و بیداد میکنیم و فریاد میزنیم اینا، و چی باید کرد از دید شما؟ والا ما خواه همیشه گفتیم جناب آقای خالد که ما باید هنرمندان را، فرهنگی‌ها را، شخصیت های شناخته شده و بزرگ مملکت خود در زمان حیاتش باید قدر بکنیم. حالا شما میبینین وقتی که همی لحظه مسعود جان صفا، هر کسی که همراه مسعود جان صفا اگر یک سال در یک محفل گرفته در صفحه فیسبوک میپرتن، چرا در وقتی که زنده هستن همی کار آدم نمیکنه؟ باید این فرهنگ است که متاسفانه در مملکت ما نبوده. ما هیچ وقت همونطور که میگن که مرده بعد زنده خوب نداشتیم و نداریم، همیشه هم بوده. ولی ما باید سعی کنیم که وطندارای ما، هنرمندایی که به خصوص هنرمندایی که سابقه دار هستن، از اینا قدردانی کنیم در زمان حیاتشان. وقتی که فوت میکنن، هر کس حالا مثلا در یک کنسرت میرن، بسیار کس هم رای هنرمندا عکس میگیره، اونو عکس نگاه میکنن، ولی در وقت حیاتش هم عکس نمیپرته یا مثلا یک قدردانی صحیح نمیکنه. وقتی که از دنیا را با طرق نشون میکنه که رفیق نزدیکم بود، این بود و این بود و این بود از پیش ما رفت، و این بسیار دلخراش از این فرهنگ است که متاسفانه در افغانستان از قدیم بوده و تا به حال ادامه داره. ما بسیار مثلا بزرگترین مسئله دیگه ایست که در صفحات انترنتی ما میبینیم که چقدر به الفاظ رکیک یاد میشن یکی دیگه، چقدر فحش و بد و بیرا گفته میشه با اون هنرمنده. مثلا یک هنرمند یک آهنگ میپرتن، میبینیم در زیرش هر چه هنرمند با اصالت، با تربیه، با کرامت باشه، یک چیزایی بر از اون نوشته میشه که آدم ایران میمونه که ما خود در افغانستان این رقم نبود، افغانستان ما، مردم ما این رقم مردم نبود. ای چه رقم مردم است، ای چه رقم وضعیت است، یا طبقه اوناس جوانا، دخترا، هنرمندا چقدر در سر یکی دیگه میزنن. شما صفحات فبرزی که یک چند دانه ویو بگیرن، یک چند دانه بیننده بگیرن که از طریق یوتیوب یا تیک تاک یا اینستاگرام یک پول بسازن، این بسیار دلخراش است. این مثلا ما را روز به روز به قهقرا میبره، ما را به یک جای نمیرسانه. و بسیار آرزو دارم که هموطنان ما یک کمک سری مسائل، چی هنرمندا چی غیر هنرمندا، توجه کنن. مثلا یک برنامه بسیار مقبول، مثلا برنامه شما در از طریق فیسبوک یا جای میره میبینن مثلا 50 نفر میبینن،
یک آدم میاد در فیسبوک یا در یوتیوب مثلا شروع میکنه درباره یک نفر فحش میگه، فحش بسیار رکیک و بد، یک دفعه میبینه که 2500 نفر یه لایف میبینه. اینی شده فرهنگ ما و این بسیار دلخراش است، مرا بسیار اذیت میکنه واقعا. خب در این رابطه صحبت میکنیم آقای غازیار، بلین تلفن داریم هنرمند محبوب و خوشخوان و توانای وطن آقای احمدشاه حسن. آقای حسن برای شما سلام تقدیم میکنم. سلام عرض میکنم خیلیان عزیز، سلام مبارک شما، شکر هستم خوب هستم، مفتو سلام به شما و به همه شنونده های شما و بیننده های شما میروانی بکنیم. شما به سلامت باشین، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، ممنون شما. دوست داریم اصلا در رابطه با مسعود صفا هنرمنده که با شما هم آشنایی داشت و آواز شما رو هم متینی که تقلید کرده بودن، از شما بشنویم در رابطه با صفای عزیز، بفرمایید. والا واقعا نهایت یک حادثه بسیار غیر منتظره و غیر قابل تحمل و غیر قابل باور صورت گرفت که نه تنها برای هنرمندا، برای مردم افغانستان هم بسیار شاکی بود، برای خیلی مردم های عزیزی که با مسعود جان صفا آشنایی داشتن و ای جهان این امراد با او سن سال با او استعداد بسیار سرشار و ایف قدر هم محبوبیت که بین مردم خود دوستای خود داشت، بطور یک واقعی بسیار غیر مترقبا و غیر منتظره اتفاق افتاد که واقعا همه ما را متاثر ساخته و همه را در حیرت در باخته که چرا تو شد، ولی به همول شده دیگه وقتی که چی صورت گرفته فقط ما تاسف به این میکنم که واقعا هنرمند بسیار خوب خوده، بسیار مستعد و جوان بسیار مستعد خوب خوده که برای اصلا بسیار هم زحمت کشید، بسیار هم چیز بود، پرکار بود، از دست داده بسیار واقعا ناراحت کننده بود. من برنامه های شهر میشه در برنامه هم بگم بود، در برنامه خودم اکثر هم دعوت شده بودم یا من در برنامه ترانه ها و سخنه ها هم بایش صحبت کردیم، مصاحبه ها کردیم، در پارتی ها دیگه مثل هر جای که بودیم به اوجه کدام مناسبتی بوده در اوجه اگر دعوت بوده ما یا هم اونجا بوده یا اوجه بوده ما دعوت بودیم در اوجه دیدیم که مستند کل از اون شوهایش از اون جا در فیسبوک این بوز انداختن به کار بسیار واقعا خیلیان گل بسیار هم ناراحت کنند دارید. بله درست نگه شما زنده باشید. دوست داریم که یه خاطره که واقعا برای شما جالب باشه آقای حسن، شما چون گفتین که شناخت داشتین بیشتر در برنامه شما بشنویم. خاطره ما یکی از روزها ما دنبه یک هنرمند هندی خانم به نام اپلنا بود همراه از او رفته بودم، آقای رئیس خان دوست رفیقی بود تبله نواز، همراه از او خانه از او رفته بودم بر تمرین کردن بریم، اتفاقا بر اوجه من رفتم از نام خواهش کرد که بشی بخونه، گفت یا می خانه رس آمدن می خاطر بشنوه و چون خواندم بسیار علاقه من شدم بایم بسیار خوش آمد بود من روید که بشی اکنه آهنگ آنجا بخون خواندم، اتفاقا نمیجا که خواندم و صحبت کردم بسیار اشنا شدم به بسیار برنامه های زیاد همراه از او خانم داشتم که در امی جان مسعود صفا آمد به خانه زمین، خانه زمین هم مسعود جان صفا رو خودم اخرت بکنه آمد در اونجا بس خودم مال بجی به اومدی سلام علیکی کرد نفر شما گفت که میامده یا میخواه خانه دست، گفت که چطور خانه دست، گفت که اینه ای کوریاکی میکنه و آهنگ کشورکومان رو میخوانه بازم آهنگ معروف رکمشه میخوانه که چنگاره همون آهنگ همون جا سیز شمانده نغمه شمانده همون یا خانه اما جا باز مولین دفعه ای ادمو دیدم که اینجا آشنا شدم بایش باز بیرو برمدیم باز پا کلا شدیم از اوجا ما برمد و آنرایش دوست شدیم باز در برنامه خود خواستمش که در اوجا گرد بگیم سر خاطری مدیم بود که اونجا یه اولین بار من با اوی سر کردیم و میدید اموجا بود بسیار بچه بسیار محبتی و بسیار احترام زیاد داشت برای من، بسیار به همه نرمنده داشت، البته برای من بیشتر هر جایی که گپ میزد یا میخواست که آواز مرا یا از نیمگان پوپل یا از جان حاضی ها را هنرمند محبوب ما را یا از خطاب سبه اینا خلاق ما را بگیره باز بسیار حرف میخواست بارها و حرف میخواست باز میگفت من این کار میکنم برای صفتی که باشه شما را دوست دارم همین هنرمند را باز گپ میزد بزرگ خط اینوی بود از جاتر بیشتر نمای ما مرا صحبت کرده گپ سده همراهش سرش میگفتم شمیشه که اشعار بسیار متوجه باش وقتی میخوانی
در برنامه خود کمبر ما مصاحبت داشت، میخواستم برش میگفتم که اشعار بسیار متوجه باش، درست بخونی دیگه بخونی دیگه بخونی دیگه بخونی متوازی بود بسیار بچه زنده باش. بنده گرامی، شما در لین تلفن صدای هنرمند محبوب و شناخته شده وطن احمد شجان حسن میشنوین که با مو آهنگ کمی لحظه هم در گوشای مسعیت و مهتاب دلم که جاودانه آهنگ است، اینا جای خود در دلهای هموطنان ما باز کرده. آقای حسن عزیز، ما میخواییم که پیام کوتاهی از شما داشته باشیم برای خانواده مسعود صفا و برای علاقمندانشان. بفرمایید، باز با شما باز خدا فرمی میکنیم. مهربانی میکنم خالجان عزیز، فکر نکنم هیچ سخن و هیچ حرف و هیچ کلامی هم بتونه این درد انسان دوا کنه یا فامیل آدم دردش دوا بکنه و دوستش دردش دوا بکنه، ولی طبق معمول فقط مغفرت بر ازو میخوایم و بر فامیلشان صبر جمیل برشان آرزو دارم و بسیار متاسف هستم، بسیار ناراحت هستم. من به نمایندگی همه هنرمندا و به نمایندگی حتی همه شما دیگه دوستا همه جید. فقط از وطنهای خود آرزومند هستم که همیشه کوشش بکنم که کسایی که در چیز هنر در دنیای هنر هستن یا بر شما یک رگنوی مصدر خدمت میشه، اینه مثلا شما دیگرها اینا رو قدرشان بدانم که وقتی که روز رفتن به دوستار دیر میباشه که بنام تحصیف بکنم. دقیقاً. ولی درم زندگیشون درم زندگیشون قدرش رو ببنن. بفرمید حسن عزیز، جهان سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شما یک لاین تلفن دارم دیگه، هم فتلام زنگ زده میرن. ممنون، همیشه صحتمند باشین و آوازتان همطور رسا و جرفتان روز. ممنون که با ما بودین. قربان شما، سلامت باشین. خداوند یار مددگار شما. قربانتان، زنده باشین. خب بده گرامی، آقای احمد شای احسن بودن که با بودن. آقای راغب، آقای غازیار مسئله بسیار خوب ریاد کردن. عرف عرف از هنر است، عرف از سفر بیبرگشت یک هنرمند است و عرف از هنرمندانی هست که امروز در عرصه حیات هستند و فعالیت میکنن، ولی بعضی چیزایی را که آقای یاد کردن راغب بزرگوار ما یاد کردن. ما یک مسئله رو ما میخواییم بگویم که بیشتر از کشمکش ها یاد کردن آقای راغب که کشمکش ها هست، مخصوصا امی هنرمندان جوان ما احترامشان دارم، برایشان دوستشان دارم، اما واقعا بعضا افتضاح به بار میارن. اما یک چیز دیگه هم هست که اگر ما و شما بخواییم عیب های از اینا رو منعیس امکار رو یاد به تلویزیون بکشیم، باز یک تعداد از هموطنان ما میگن که برادر ای پوشی کن که خدا ای پوش دوست داره و مانی از این میشن که آدم بخواه به خاطر اصلاح یک سلسله عرفا را از طریق میدیا یا تلویزیون بگویه. نظر شما چیست که چی باید کنیم در این رابطه که امی اونامدان جوار ما یک کم بیشتر به هنر واقعی رو بیارن؟ فعلا هنر نمایشی است، بعضی مثلا که دو پارچه آهنگ دارن که ناراحت نشن و یا آنگاه هم کمپیوتری است و بیشتر از اون چیزی ندارن و خود آوازخوان میگن، و در حالی که من میگم که هنرجو هستن. بفرمایید آقای غازیار. ما باید پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم بر دو نکته مهمی که راغب صاحب عزیز اشاره کردن. یکی که اگر یک هنرمند به مجرد که در یک برنامه از یک رژیم سیاسی که برای ملت افغانستان او یک امنیت تامین میکنه یا صلح تامین میکنه، والا هر کس باشه، من نه طالب هستم، شما میفهمید، نه جادی هستم، نه خلخی و نه پرچمی، یک آدم سرشار و کاکا و فقط در راه خدا و رسول خدا هستم، میره کلتان میفهمید، ملت ها میفهمند. اما یکان بار یکان واقعیت ها باید گفته شده که پیش وجدان خود آدم ملامت نباشه. باز دیگه در فیسبوک ها و در یوتیوب ها و سایی بمباردمان اون هنرمنده که سالها ببینین 40 سال است که ما بر از اینا زحمت کشتیم. من یکان بار میگم خو ای کم و عشقای ما که ما در ماهنگ دلم تنگ است خداوند داشت سازه و میهنم چرا جنگ است خدا. یارم شده گم در شهر کابل ز دست عزیزان وطن میگذارم تا یک نفر افغان و زنده افغانستان. ببینین چی پارچه های میهنی را مخانم، چی پارچه های عشقی مقبول را خواندم. تمی شب و روز همی آهنگ آخر ما که برای برنامه شما هم تو فراوان کردیم و برای راغب صاحب نازنین هم کمیشه بزرگواری میکنم، از شما سپاسگزار هستم، همی را برای آقای خطابم روان کردم، خدا کنه خطاب بشنوه.
گفتم خطاب صاحب می آهنگ نما گمش قربان شم چی میکنی آهنگ قاهنگ زیاد شده خونم زیاد شده گفتم برادر اگر فعالیت هنری نداشته باشیم کجاست چرا فعالیت نداری وقتی ما زحمت میکشیم بازارها دلار خرج میکنیم به این بیکاری و بیروزگاری که ملت با ما نمیته و پارچه را برای تلویزیون روان میکنیم دو تا ایرانی رو استخدام کردیم و این ایرانی ها تمام روز آهنگای ایرانی و تاجیکی رو نشر میکنن از فرهنگ خودت از هنر خودت از هنرمند خودت هیچ چیز وجود نداره این یک موضوع موضوع دیگه است که ما همین زحمت را که میکشیم از موضوع دور نریم این مردم ما بمباردمان داو دشنام بدون از اینکه فکر کنه که اینمی امی راغب صاحب از کدام فامیل است سلام ما اول بر حسن صاحب هم برسه امی آمدشا حسن بچه یک جنرال مملکت است خودش یک سایمان صاحب افسر پولیس ارشد بود در رادیو تلویزیون با ما هم کار بود جوان بسیار نازنین و نرمنده بسیار مستحیل خود شما از فامیل بسیار عزیز هستین نصیر خالد جان عزیز ما شما سالها در بین فامیل پدر مرحوم شما مادر مرحوم شما فامیل همه با ما یک جای بودن میشتیم میخزیم مثل خوار برادر اولاد فامیل یا ما هر کدام همی مردم همه تو بیباکانه سب دو دشنام میتنیم و خواهش میکنم بازون یک کسی هست اونجا بنامه بچون برود میگن چرود میگن چی میگن من نمیفهم با سایی بو که دا که ای خانه ای خوار ای ما با سایی ببینه که یک لگ نفر دو لگ نفر زنا مردا چی دخترهای مقبول تصویرهای خود میاره که از او گپ میزنه یک دیوانه دیگه است که مخام تو یک شعر هستم یا یک چوچه را میارن سیب سر از او چی یک حالت ها اینی گپ ها بسیار رنجاور است کاش کرده به فیسبوک اگر شما دست در راز و بازدار این چلاق داره این کمی امیر از این جامعه افغانستی این همین گپ ها را بردانن ما شما بسیار فرهنگ سالم و خوب داریم ما شما بسیار کارا و برنامه های سالم عزیز خوب داریم باید این امینا را در فیسبوک بده تا مردم ما یک چیز بیاموزد ثانیا آمدیم سر دیگه مطلب صاحب که شما گفتین که درست است اینمی هنرمندای نو و عزیز جدیدی که میاین یا جوانایی که نو شروع کردن با یک پارچه دو پارچه فرمودی پیشتر راغب صاحب شما که کمپیوتری و صدا موجود نداره اگر از نیزی کمار لایف بشتاوین با خدا صاحب سیر شما خود عیر تعجب میکنه که ما چطور وقت خود زایی کردم برای شیندن آهنگا از این اگر خانم هاست اگر بچه هاست اگر جوان هاست اگر هر کس هست خفا میشن دلشان نمیشن دلشان من میشه خطه گفتیم واقعیتا میگم ایچ من در قصه خفگی یایشان نیستم من تا باید اصلاح کنن خدا و راستیان بسیار زیاد هم شده هر جای که علمی حال دمی امریکا دمو کانادا دمو افغانستان که پایتان دراز کنه در تقدیر پیشی یک هنرمند میخوره ایران میمونه که بیادر ببخشی ما هم یک هنرمند است اونمی شیشته در قطار در نوبت یک پارتی که ما آلمد این پارتی ها قدر با این نمیرم که از ما که در پیشتر 40-50 تا خانه نو و قطار در کنج خانه شیشته و اینا بس کنن استاپ کنن برن تحصیل کنن برن در نظامی برن برن در پیلوتی برن برن در انجینری برن برن در عسکری برن برن و وطن از شر از این مردم نجات بدن اگه ما میفهمیدیم که هنر ما فرهنگ ما امروز بیقدر از زبان جامعه افغانستان البته ولی اگه ما همین زحمت ها دمی عرصه میکشیدم میرسیم یک پیلوت خوب میشدم یک دکتر خوب میشدم یک انجینیر خوب میشدم یک قاضی خوب میشدم من گفتم بیا میام یک خدمت است شما ببینید همین برنامه های هندوستانه همی جوانایی که من همی طفلا از برای خدا طفل 6 ساله من یک رقم میخونه که خوب خوب خواننده ما شما دور از جاز رامو رقم خوانده نمیدونه و این ملت و مردم چی استقبال میکنه چی گیریه میکنه برش اگر دختر من اگر مرد من اگر جوان من اگر پیر من چی گیریان و عشقایشان سر میکنه که داستان زندگی خود قصه میکنه که معنی تو بیچارگی را تیر کردیم این رو استقبال میکنه اما با تعصب در جامعه افغانستان تراهنگ زار ترق هم از ظاهر شهید دیگه اون هنرمندا در حالت غربت فقر در بدر خاک بسه مردهشان به دونشان دفن میشه و بیچاره ممثلین محمدتر سینماگر محمدتر معلم محمدتر من تعجب میکنم چرا ما اصلاح نمیشیم برای چی وقت اصلاح میشیم اگر باز ما مردیم یا اصلاح شدن بلای ما بپسن اصلاح بشن یکی و خلاص اینجا مسئله جالبه که یاد شد راقب عزیز خوب سال روح مسعود صفا شد ولی حداقل دو هنرمند عزیز با ما هستن و خوب گپ های هم یاد شد میگه مسئله یک فرهنگ اصیل و یک فرهنگ مبتذل اینی من نمیفهم که واقعیتش چرا امروز هموطنان ما علاقه بسیار زیاد گرفتن به فرهنگ مبتذل و تو آدم های عادی هم نیست شما وقتی که میرین که لایک میبینین آدم های بسیار سرشناس آدم های بسیار قیان در اونجا لایک کردن وقتی به بعد شما سوا پرسو چی میکنم میگم که شما اینی برنامه را دیدین میگه والا نی وقت ندارم شما اینی برنامه را دیدین از یه هنرمند یا اینی برنامه سیاسی که درد وطن میگه وقت ندارم باز ما استای کده میگم ای برنامه از
ازی برادره که دو میزنه، من رفتم دیدم که تو وقت لایک کردی چمی، والا اونجا ساعتم تیر میشه. حالا من ایران هستم که دو زدن ساتیری داره، اگر دو زدن ساتیری داره خب واقعا ما یک ملت هستیم که فرهنگ خود را از دست دادیم و نباید دیگه ما دعوای فرهنگ کنیم. چی باید کرد راغب عزیز که اگر ما بتانیم جای ابتذال با یک فرهنگ اصیل بتیم، جای هنر به اصطلاح مبتذل با هنر اصیل بتیم و هنرمندای ما مثل که آقای غازیار گفتن اینا در عوض از اینکه به یک پارچه آهنگ یا دو پارچه آهنگ مغرور میشند و چی میشن، اینا بیشتر تلاش کنند و زحمت بکشند تا واقعا در جاده هنر استوار قدم بگذارن. باید خدمت شما عرض کنم فرهنگ اصیل و فرهنگ افتضاح که گفتن در زمانهای بسیار قدیم، اگر حتما به خاطر شما است و جوان جان غازیار هم در این مسئله وارد هستند میفهمند، در افغانستان یک مرجع بود فقط برای ثبت آواز یک هنرمند که وقتی که میخواست آواز خوان شود، یک مرجع بود رادیو افغانستان. با این رادیو افغانستان هم چند مرحله را باید تیر میکرد. مثلا هنرمند دیپارتمنت موسیقی بود، گروه شرقی بود، گروه غربی بود، اگر آماتور بود میامد در قسمت آماتورا صدایش اول شنیده میشد. در اون زمان خدا رحمت کنه مسعود جمال رئیس شعبه آماتورا بود، استاد ننگیالی بود، استاد اسماعیل خان اعظمی بود، من هم نوازنده هم آماتور رادیو بودم و بازی هنرمند تازه کار که میامد صدای شنیده میشد، اگر از طرف کلگی اوکی شده بود، اگر کدام کمپوز داشت اگر نداشت باز هنرمندایی که اونجا بودن یک کمپوز براش میادن. بازی شعر ازی در رادیو که میامد چند روز تمرین میشد، باز در رادیو که میامد شعرش در شعبه چک میرفت که شعر ازو چک میشد، بعد ازو باز آهنگش ثبت میشد و بعد از رادیو پخش میشد. حال شما شرایط قسمی است که دمی هر خانه که داخل شوین ویدیو ریکاردر هم است، دستگاه ریکاردینگ اودیو هم است، وسایل موسیقی هم است و هر کس خودش در خانه خودی کار میکنه. و در اون زمان وسایل ارتباط جمعی مثل کامپیوتر اینا نبود. حال هر کس در خانه خود کششته اینا میاله، من در خانه خود کششته میتونم برم 10 ساعت بهم یک آدم فش و بد و بیرا بگویم و میلیون داره بینندان بر خود جلب کنم. این بسیار دلخراش است به نظر من. همونطور که پیشتر شما گفتین بسیار مطالب زیبا و جالب در تلویزیون ها میایه ولی هیچ کس علاقمند شنیدنش نیست. دو فرهنگ در افغانستان وجود نداره آقای خالد، یکی فرهنگ شنیدن و یکی فرهنگ خواندن. کتاب خواندن کاملا از بین رفته و شنیدن هم یک آدم میایه 5 دقیقه، مثلا یک نفر میایه 5 دقیقه فقط 5 دقیقه سر یک مسئله صحبت میکنه، اون 5 دقیقه رو ما تکمیل گوش نمیکنیم. ما دمی شروع که کردم گپ زدن دو نفر که ششتا در موردش تبصره میکنیم، او رشته سخن از پیش ما میره که چی در مورد چی گپ خلاص کشد ولی یک دونه دوام میخورد بیچاره. این فرهنگ از فقط 24 ساعت باید ساعت ما تیر باشه. همی هر تلویزیونه که روشن میکنه یا باید خواندن باشه یا باید فیلم باشه یا پارچه تمثیلی باشه یا سریال های ترکی باشه، این است که فرهنگ از بین میبره. ما متاسفانه فرهنگ ما فعلا در گودال نابودی قرار داره و اگر همین برنامه سازا دست به دست هم نتن، همین تلویزیون هایی که میبینین هنرمند های بسیار عالی و تاپ ما داریم که آهنگایشان به ماها و سالها از تلویزیون ها پخش نمیشه، ولی آوازخانه هایی که تازه شروع کردن یک کلپ هایی که استوری داره و داستان داره و دختر داره و رقص داره اینا میبینین که صبح تا شب و یک آهنگ 20 دفعه در تلویزیون پخش میشه. این جای بسیار جگرخونی و ناراحتی است که ما را به جای نمیرسونه. همونطور که آقای غازیار پیشتر گفتن، شما در کدام تلویزیون هندی دیده باشین که یک آهنگ افغانی پخش شود؟ در کدام تلویزیون ایرانی دیده باشین که یک آهنگ افغانی؟ ما 24 ساعت تاجیکی که هندی که عربی که ترکی انداخته میره. این بسیار کار، ما یک فرهنگ داریم، یک موسیقی داریم، یک مملکت بسیار، همیشه گفتیم که فرهنگ 5000 ساله داریم ولی متاسفانه 5000 ساله ما کاملا به خاک یکسان شده. ما باید سعی کنیم که خود تشویق کنیم. ما هر ولایت ما از خود موسیقی خود داره. یک مملکت هستیم که موسیقی ما به حد و به اندازه انکشاف داره، بزرگ است، ولی هیچ وقت ما از خودکش بیگانه پرست هستیم. ما هیچ وقت در کنسرت هندی میرن که هزارات افغان 500 دلاری هم تکت میخرن، ولی یک هنرمند تاپ افغانستان که یک جای کنسرت میرن ببین 20 نفر هم نامده. این بسیار جای این من نمیفهمم که علتش آقای غازیار اگه بتونه بگه که چطور این مسئله درست شود. ما فرهنگ ما کاملا رو به نابودی است و این مسئله است که ما را بسیار ناراحت میسازم. نمیفهم که علت ازی چی است و چی باید کرد. تشکر. جای آقای غازیار خالی که اونا فکر میکنم که مشکل پیدا کردن و با ما نیستن. امیدوارستم که پس دوباره غازیار عزیز برگردن و بس جالب هست که
ما چی باید کنیم. آقای خازیار به صحبت راهب عزیز بسیار جالب، بسیار آموزنده است و دوست داریم از شما هم بشنویم که دمی چی باید کرد. بفرمایید. به تایید صحبت های راغب صاحب و شما میخوایم پیش از اینکه به تایید صحبت از اینا صحبت بکنم، اول یک نکته که پیشتر شما اشاره کردین که ما با اشخاص و افراد صاحب نظر نشست برخاست میکنم و ازشان پرسان میکنم که نی برنامه فرهنگی و نری را متوجه شدین تماشا کردین؟ میگه نه والا وقت نداشتم. یا ای باز که میگه من فلانی برنامه دیدم والا ساعتی، اونا اصلا صاحب نظر نبودن، اونا به سوادای جامعه ما بودن هستن، اونا تصادفی آمده بودن، تصادفی گم شدن، مثل همین بودنای صورتی که در افغانستان لافوفشان کل دنیا را تباه کرده بود، افغانستان را برباد کرده بود، امروز کلشان یخ زدیشان در کنج کنار. باید که ما و شما متحد شویم، همی هنرمندای خوبه که واقعا سرشان بطنشان میارزه. اول همین اصلاحات از شما تلویزیون والا شروع کنید، همین کسایی که تلویزیون داره، در رأس تلویزیون ها قرار دارید. اصلاحات چطور از اینجا به که اگر شما زمینه را مساعد نسازید و آهنگای عرف بی هنر را نشر نکنین و زمینه را مساعد بسازید برای هنرمندای واقعی کشورتان که سرش بطنش میارزه، هیچ وقت دیگه اونا جرات نمیکنن که بخوانن، هیچ وقت جرات نمیکنن که مصرف کنن، دیگه بیارن برای شما. اینمی تلویزیون ها هست، ببینین شما دمی شب روز همی تلویزیون های افغانستان که حال خفل خدا اتو یخ زدی شانا که دیگه، غیر از این رقاصه ها و خواننده های تاجیکی و ازبکی، یعنی ما شما پیش خود هستیم، غیبت هم نشه و ما را مردم علامت هم نکنه که میکنن دلشان مخواه وقت. شما چی داشتین در برنامه خود؟ اگر نمی طلوع بود، اگر یک بود، اگر خورشید بود، من در وقت زمانش که اینا صاحب صلاحیت بود گفتم که اینا چی دارن. تمام روز غیر اونم چهار تا دختر بود، اونم یک پوچلک هم اونجا آورده بودن از کام جایی که رشخندی میکرد، باز اونما را می آوردن صاحب اونم اونجا. هم برنامه نز هنرمند اصیل خبری بود، نز آوازخان خوب است خبری بود، نز موزیشن خوب خبری بود، هیچ اصلا اونها رو به رسمت نمی ساختن. پاسم وقت در آخری مصاحبه خود گفت ما خوزاریم تدخیر که ما در اینجا در کوچه خرابات بهترین هنرمند ها که ما هر کدام شاگردی کردیم پیش استادا، ولی یک روز گفت لو ما را نخواست، یک بچه ها که اون از شارای دور کرد اما تبله را هم صحیح زده نمیتونه میاره در اینجا برای ما پروفیسور موسیقی اعلان میکنن یا دیگر. ای خود ظلم است، این همی جای اشتباه از این خود تلویزیون است. و این حالی که باز وقت اکت بودن اینا میگن بیان بیاده توشک پولونی آور میکنن، توشک پولونی هم خواهر کنید تو بسکی بود در موسیقی و نمقدر میفهمیم، همه قیکوا میفهمن، ما میفهمیم که شانگه پا میزنیم و هر اثر را که امروز در بین جامعه افغانستان ما خواندیم جای خود داشته و دارد. اگر یک روز من نباشم و مگر یک آهنگ من یک دوست من میشم، خدا ببخشش ده نفر بوی خدا ببخشش، اگر اکثر نفر نگویم جمع میشه به هزار نفر، خداوند میگه برو هزار نفر که در دوزه بیام من در جنت میبرم دیگه رو در دوزه. این حال قربان شم که باید ما یک سات شوخی هم کنیم، خندان کنیم، ما باید متحد شویم، دست با هم بتیم، اول اینمی اشخاص افراد بی هنر اجازه ندیم. اگر سابق ذکر است اگر اون اساس درست است، ما جوانایی را تشویق کنیم مثل که اون جوانایی که پیشتر ما برات گفتم که در برنامه این دی میای میخونه آتش به سرایش یک سو میکنه با سرایش میگیره، صد نفر میای ارشدش خوب میخونه ولی از می ارشدش 5 نفرش میگیره که بعد بخور جامعه هندوستان باشه دیگه. کل از رخ نمیره در افغانستان، اگر هزار نفر میام یک نفر دیگه رو میبرن خرج کنه نمورم بره مزور، یک نفر هم بیاره خیر مقصد بیا جوان تشویقش میکنه مثل قوه بدر همین تشویقا بود. برای هر کس ما چک چک کردیم، برای هر کس بیادر گفت اورا گفتیم هایی گفتیم بیا و علاوه اکبر و ناره تکبیر. یا این امروز وطنه که ما تباه شد، مردم ما تباه شد، خودمون برباد شدیم، اینا رو بیادر گفت هیچ کس نیست که جلو شه بگیره و بعد تاسف یک رژیم در افغانستان حکم فرما شد که از موضوع دور نریم، یک رژیم در افغانستان فعلا حکم فرما شده که این رژیم ایواز اکسپ نبض جامعه را بفهمه، همین طالب هم میگم نبض ملت را بفهمه، اینا باید به حقوق زن احترام کنن، به موسیقی کشور احترام کنن، به جوان کشور احترام بکنن، اینا سعی باید موسیقی را غرغره و ادام نکنن، طبقه زن در خانه نشانه، زن نیمی از پیکر جامعه یک جامعه هست. امروز قدر که زن ورزیده است در یک جامعه، در یک فامیل، در یک خانه، ولا بلا مردانه است، اینا کل فشار است رمید چیزایی که واقعا بعد از بخور جامعه ساوردن
ما یگان رو همین درست است امنیت آوردن خانه پدرتان آباد آمده پلیس بگذارین خیاگه نمیمونن که خانم ها مثلا برقصن و بخوانن و بسازن و اینجا رو ساختگی و خیاگه رو پس که وار پس کنید شما خیامی هنرمندایی که غزل های مولانا صاحب بیدل صاحب حافظ صاحب سعدی صاحب میخانه صوفی بشقریال شما از مولانا که عالم تر هستید شما سعدی و حافظ که عالم تر هستید و برادر اجازه بدین خیبین کردم ارمیا و طبلا یک دلبا یک ویلون می غزل های تصوفی رو بخونن همین روح مردم رو نکشین چه خماری شلونگی ببینیم جان بیاد چه خری شلونگی ببینیم و ما هم که ایز که هم گفت زدن شروع میکنن و اونا فقط آدم فکر میکنن نال پروژری و ختم میکنن آخر گفت شاید معلوم نیست بگذارین که همین جامعه همین وطن همین مردم آرام زندگی بکنه همین ترقی بکنه شما اگه واقعا برای ترقی و تعالی وطن آوردین هم زن اجازه بتین هم موسیقی اجازه بتین هم بگذارین فرهنگ کشور زنده بمونه امروز سبای 5 ماه 6 ماه بعد گم میشین میرین باز یعنی چهار تا هنرمند زنده است تا شما گم میشین بیچاره مال این پای مسکا یعنی گپای آخر ما بود از شما یک دنیا سپاس بسیار زیاد تشکر کسی خوش هم میشه خفه میشه زوره جان از هر کسی هست دلش اختیارش ما گپای کنم تشکر سلامت باشین آقای زیار عزیز و ما خود بخش از گپای تان متوجه ما هم هست و ما صادقانه میپذیرم که خود ما هم کمکاری کرده ولی کمکاری ما دلیل ازی بوده که ما چون شما هم در کار نشرات هستین راغب عزیز هم هستن در کار ولی ما یک تلویزیون یکی اینه که دو تلویزیون به تنهایی خودم پیش میبرم بعض موقع عجله میکنم ولی بعض امی خوب است که حداقل پیش مردم امی ایده به وجود آمده که تلویزیون امید 24 کاپی تلویزیون ملی افغانستان است و باز من متهم به ایستم که غیر از هنرمندای قدیمی تو هنرمند نو کمتر نشه میکنی در اینجا باز نسل جوان مره محکوم بله اونمو هنرمند جامعه است که آماده هم قدیمی ها هر اثر که تو امروز اگه ناشناس است اگه زایر ویدا است اگه آمازایر مردم است اگه جیلا است اگه قمرگل است اگه پرستو است اگه میریار مردم است رحیم جانی مرحوم است رحیم غمزدی مرحوم است اگه نام کلش بگیریم از اوسلی برنامه می خلید راقیب عزیز است یا آمد شاجان حسن است یو نعیم جان پوپل اینه کلگی اینه میاو زحمت کشیده اثرهایشان تا امروز 40 سال 30 سال 50 سال از آهنگاشان تیر میشه هنوز هم که میخونیم یک دینه روز خوانده عالمی آهنگایی که اینا میخوانن و هم کلش تکراری است کو یا آهنگ ما را میخوانن یا آهنگ شما را میخوانن یا آهنگ آمد شاسن یا آهنگ اسماعیل چاریکاری راشی ما خیلی یک آهنگ نواز اینا نشدیم شما همین برنامه یک خیانت جنایت دیگه بساط فرهنگی صورت گرفته در تاجیکستان یک دو سه تا جوانای ما اونجا رفته همونجا هستن و شمول همین آقای امیرجان صبوری که چیزی که سه با آهنگای افغانستان سر دخترای تاجیک میخوانه پیسه میگیره میاره اما فرهنگ ما رو از بین برده اما ملت ما رو ذوق سلیقه‌اش خراب کرده اونا که وقتی با او آرایش و با او مقبولی و با او رقص چی میمه مردم افغانستان میگه ما دیوان رسیم که اسمالی چارکاری یا ظاهر چارکاری یا امدلای چارکاری بشم خیلی بعد چی مال میرخص و چی خوب میخوانه ای چی خوب بیدر اندام داره چی خوب خنده داره چی خوب موزیک داره اینی یک خیانت است برای هنر و فرهنگ کشور ما اگر در لغات بگویم نمیفهمن در لفافه بگویم نمیفهمن بهتر است که کردکی بگوی قربان که میکلی از اینها زیر کار کنن دیگه همی خیانت نکنن تشکر به یک چیز دیگه راقب عزیز میگم که ما در گذشته اینمی چیزایی را که حال منتقاد میکنیم در گذشته داشتیم مثلا ما در تلویزیون ملی چی داشتیم به اصطلاح پارچه های رقص داشتیم پارچه های موسیقی داشتیم و حال ما میخواییم که وطنهای ما تو فکر نکنن که وقت اگه بود روا بود حال روا نیست تفاوت چه شما در چی میبینین راغب عزیز؟ برای یک مسئله است که در اون زمان زمان حال قبل از اینکه طالبا بیا ما حدود 40 تلویزیون در افغانستان بود درست است؟ ما همیشه بارها گفتیم که همین 40 تلویزیونی که در داخل افغانستان است اگر هر کدام از این روزانه یک ساعت خود زیاد تا ما تقاضا نکردیم یک ساعت خود بر هنرمندای سابق افغانستان بانند ما در هیچ تلویزیون های مشهور مثل طلوع یا تلویزیون یک ما هیچ وقت از هنرمندای سابق قدار چیزی ندیدیم از او کسایی که موسیقی مملکت بنا بنیان گذاری کردن چیزی ندیدیم تمام جدید خو این خوب هنرمند سابق قدار دل زده میشه بیخی آزرده میشه میگم او برادر من سالهای سال زحمت کشیدم کار کردم هیچ از من هیچ چیز وجود نداره این خوب بسیار یک توهینی بسیار کلان به یک هنرمند است اینه میست که اونم چیز افتضاح بالا میاد و چیزهای اصیل از بین میره آستاستا و این مسئله بسیار مسئله مهم است و این تلویزیون ها تمام تلویزیون هایی که در خارج داخل افغانستان هستند باید این موضوع را مد نظر بگیرند که
موسیقی ما همو استاد قاسم افغان که ما همیشه گفتیم که موسیقی ما چهار پایه اصلی داره که استاد قاسم و استاد غلام حسین و استاد غلام نبی و استاد سراهنگ است، اینا بنیان موسیقی افغانستان بوده. از اینا اینمی ها آمدن و چی موسیقی فولکلوری همینطور که آقای غازی ها رمیال گفتن همین لحظه هر آهنگی که شما میشنوید کلش آهنگای کپی قدیم است و همینطور هم میگن چیزایی که مثلا جدید شده مردم میگن این نوشه گوش کن گمش کوره چی میکنی گوش کنی، ولی خب اون نظمی بوده کی آمده باید از او یادآوری شود، باید اونا رو به جوان ها بشناسن. بسیار جوان هاست که هنرمند های سابق قدر هیچ نمیشناسن. وقتی که نام میگیری، من یک کلپ انداخته بودم در تیک تاک از استاد موش از افغانستان، یک چهار تا جوان های خورد اوی گفتی استاد موش همیست، یعنی به این صورت نباید باشه. ما باید هنرمند های در دیگه ممالک دنیا هنرمند های سابق قدرشان تاج سر هنرمند های جوان است. ولی متاسفانه در مملکت ما این مسائل بسیار مسئله بسیار کلان است آقای خالد، ولی حل شدن از این روز به روز که این میدیا گسترش پیدا کرده میره، حل شدنش بسیار کار مشکل است، بسیار کار مشکل است. تا اینکه هر کدام ما دست به دست هم بدیم، همونطور که آقای غازیار گفت تلویزیون ها دست به دست هم بتن، بسیار برنامه های مقبول و زیبا میتونن که تهیه کنن از هنرمندای سابقه دار خود، یاد از خرابات کنن، یاد از هنرمندای سابقه کنن. تا ای که بین 24 ساعت فقط همی رقص و دنگ و دونگ انداخته بر، بسیار من نمیگم بهترین هنرمندای خوبم در طبقه جوان ما داریم، بسیار هنرمندای خوب است در بینشان که بسیار خوبم میخوانن، ولی تمامش دیگه باید اون نباشه. باید موسیقی مملکت ما را خود ما باید بالا ببریم، نه ای که ببینید که تاجیکستان، هندوستان، ایران، ترکیه هم ممالک دیگه ما را کاملا زیر گرفت، اما که پاکستان هم میان آمده ما را خورد کرده میره، اونا موسیقی ما را می رقم از بین میبرن. من بسیار معذرت میخوام، وقت هم زیاد، من فقط یک قصه جالب میکنم. وقت ندارم. هنرمندایی که حیات دارن مردم میگن که یک آواز هم میپرتن فلانی فوت کرد. سالهای قبل خدا رحمت کنه ظاهر جان و ویدار جنت بر این جایش باشه وقتی حیات داشت. آمین. که به من دو نفر زنگ زد و در صفحه فیسبوک هم عکس شفت داد که وفات کرد. یک نفر زنگ زد گفت که این قصه واقعی است. من بسیار بار خطا شدم، چون امروی کبیر جان و ویدا بسیار دوست هستم، برای زنگ زدم گفتم آقای ویدا یک زنگ بزنین به خانه ظاهر جان و ویدا که این مسئله درست هست میگن که خدای نکرده امروز فوت کردن. آقای ویدا زنگ زد دوشا پس با من یک نیم ساعت با زنگ زد، خلیل جان متوفا در قید حیات است. متوفا در قید حیات است، یعنی کسی را که اونا مردم کشته بودن شکر خدا حیات داره. این کارا ما را به جای نمی رساند. بسیاری کس هاست که میگن برای اینکه کمک شهرتش بالا شد و بیان میره پرده در بین مردم که فلانی مرد، هر کس میگه فلانی مرد باز میگه نه جور تیار است یا کمک نام بکشه. این چیزا ما باید سعی کنیم در راه راست بریم، کار درست بکنیم و هنر خود به صورت درستش برای مردم خود عرضه کنیم. ممنون و سپاسگزار شما. خواهش میکنم. تشکر. من یک چیز در سفر اخیرم به ترکیه متوجه شدم که سرمایه گذاری های بیشتر گله ها و گذاری هایی که ما تلویزیون های داخل کردیم، حالا اون سرمایه گذاری ها در ترکیه صورت گرفته و بزودی شاید ما پس شاهد اکسس حرکت های دیگه در تلویزیون ها باشیم به نام های مختلف. ولی امیدوار هستیم که همین صحبت امروزی که در تلویزیون شد که خدای بزرگ روح مسعود عزیز شاد داشته باشه، حرفای تحقیرآمیز نبود که اگر نسل جوان ما دقت کنند. چنانه که استاد جلال هم یک صحبت کردن و را گفتن که توهین دشنام است، توهین دشنام نیست. جواد غازیار از روزی که من مشتاسمش 45 سال اینمی شیوه گپ زدنش است که گپش که آمد میگه به صراحت، میگه به جرات، میگه به اینمی باورمندی برد. و شما هم روز هم حرفای یاد کردین به این معنی است که ما اگر بخوایم که تغییر بیاریم، چون موسیقی تا که زنده است موسیقی با ما هست و اگر آهنگایی که واقعا کار شده بالا جو آهنگا جاودانه میمانه و یک تا دونرمندای ماست که یک دو آهنگ میخورن و پس دوباره گمنام میان و گمنام پس میرن که هیچ کس خبر نمیشه کمی آقا که آمده بود پس دوباره کجا هست. که امیدوار هستم نسل جوان ما صحبت های امروز غرض آلود فکر نکنن، دقت کنن، کار کنن، چون
این وظیفی که همونطور که شما پیشتر از استادان موسیقی راغب عزیزیات کردین، اونا میراثش به شما بزرگواران و دیگه هنرمندان و آل این میراث شما بسیار با امانت داری انتقال دادین به نسل امروز و این وظیفه نسل جوان ماست، نسل امروز است که این میراث نگاه کنه و نه تنها همونطور که اشاره کردین اجازه را نتن که ما در موسیقی دیگران خط شویم و ما در موسیقی دیگران محو شویم، در حالی که اگر ببینیم تاجیکستان اگر آهنگای افغانی ما را کنار بکشین تاجیکستان 10 پارچه آهنگ از خود نداره، اما امروز کل آهنگای ما را با ریتم و با موسیقی متفاوت تغییر میتن و گفته آقای قاضیار که خب یک دختر خانم کمرباری که هم میارن که چرخ میزنه و ناز و ادای میکنه از اصل کرده مردم کپی رو میگیر که به خدا اینه حداقل چند لحظه که ما دیگر. برحال ما بسیار زیاد خوشحال شدم از این که شما امروز با خود داشتیم عرفای یاد شد گلهای یاد شد. برای پایان صحبت امروز آقای قاضیار اگر شما مطلب دارین بفرمایین. تشکر خالص صاحب عزیز، بسیار زیاد تشکر از اوصول‌الامندی شما و دوستا و بیننده های عزیز راغب صاحب عزیز حسن صاحب مهربان. ما از افتارهای خود هیچ وقت پشیمان نیستم و چیزی که گفتیم واقعیت را گفتیم. چند روزی در این دنیا حیات هستیم، باید در زیر لاف نموریم، مردانه زندگی بکنیم، مردانه آمدیم، مردانه باید بمیریم. این پرنسیب کاری و خط مش زندگی ماست. در آخر عرض مهیست که همین برنامه ها ما جوان ها را نمیگیم، جوان های ما خدای نخواسته کلش بی سر و بی لای و بی تال و بی کیفیت نه، اکثر جوان ها ما داریم بسیار خوب می خوانند، بسیار خوب می سرایند، خوب آهنگار است تنظیم کردن، بهترین کمپوزار ها زمینه ها باید که برشان مساعد شود. یک ثانیه همین تلویزیون هایی که پیشتر در افغانستان نام گرفتیم که حالا در ترکیه فرمودی شما سر بالا می کنه، خدا کنه که در همون روند گذشته خود باز نره. اینا باید از هنرمندای پیش از این نگردن که سلیقه‌ای کار بکنن، پیش هنر بگردن، پیش جوهر بگردن، ببینن که پیش کی هنر است، کی میاره. حالا میل در سر استیج مثلا بگذارن یک هرمونیا و تبلا را کرده، یک نوایلو نواز مقبول، یک سکس نواز مقبول استاد کنن، اما هنرمندی را که اونام بسیار عاشقش هست که در برنامه خود میارن، یک هنرمند سابقه دار را استاد کنن، مبین بخونن یک پارچه نو، اونجا باز میفهمن قوت و قدرت و امو تاثیر آواز و امو رسالت و امو کیفیت هنر در کجاست اونجا معلومه چه. یک ثانیان مقدمندانه برخورد نکنن، مثل که من یک ده پارچی بسار مقبول تا به خدا در این طلوع سب کردم دادم برشان، تا روزی که طلوع بود رو نشد نکد، برازی که من در یکی از مصاحبایم راجع به اینا یک صحبت بسار مثبت کرده بودم که غلط هم نبود و برای ما بانه کردن که دیجیتال نیست، ما آلو میخواییم تلویزیون خود دیجیتال بسازیم. آلو بروز همون آهنگ ها در یوتیوب دست به دست میگرده و فضل خدا که کپی رایت هم نیست و بهترین پارچه هایم است و ما همیال هم خوبترین آهنگ های خود دارم، 6 CD پیش خود دارم که هیچ کس آهنگ ها رو نشینده و آهنگ های ما زیر ثبت هست، زیر کار است. ما کار خود بر شوق خود میکنم، نه به ای که مرا کسی در برنامه خود دعوت کنه، نه به پول کس، ما به هیچ ضرورت ندارم جز به محبتشان. آهنگ ها کلش سر دست است، کلش سر انشاءالله در خدمت میاد، ولی ایتو یک برخورد نکنن که با یک پارچه ها را قید بکنن و با یک دیجیتال خود بانه کنن، ای را بخواهن از کل هنرمنده دعوت بکنن. امیال همی تلویزیونی توتاس یا توتیس دمی ویرجینیا است، من خود یک روزی را نیدم که یک هنرمند خوب ما را دعوت بکنه که سرش بطنش بیارزه و نمونج بیه بخوانه که ملت بگه واو. و ام هر چیزی که پیدا کرده آورده ده اونجا صاحب گفت برنامه از یک دیکور و دیزاین یک رقص خاص چل کرده که نمی برنامه در حال کنه، اون برنامه نیست، اونم مصرف خودش هم میشه، اونم وقت ضایع کردن وقت ملت هم است، وقت خودم ضایع میکنه و این درست نیست. اینه ما به خاطر حال سریع سرا به سرا میم اینا باید متوجه از این اشتباهات خود باشن، اینا باید از کل هنرمندای خوب دعوت بکنن که نمیال در قید حیات هستن. خب ما اینو میگه بخوایم یک مسئله رو یاد کنم آقای قاضیار، ما یک مسئله رو میخوایم یاد کنم، شاید شما با ما موافق باشین آقای راغب عزیزم. یک مسئله به ایست که نسل جوانی که امروز در داخل مدیا هستن و در اصطلاح گرداننده هستن، گوینده هستن و یا مصاحبه کننده هستن، اینا یک مشکل دارن که امیدوار است همین صدای ما رو امروز بشنون. مشکل از اینا ایست که
تحقیق نمی کنن برای گذشته و در زمان آل روان هستن. اینا وقتی که اینا بین که شما بشینن صحبت کنن، اینا جزئی که از شما پرسان کنن، اونمو سوالای فرمولیتی چند ساله بودی که با اونا را وردی، مشوقت کی بود، چی بود، کدام آهنگ دوست داری. اینا اینی مشکل هم دارن. به من خاطر است که من بعضا فکر میکنم با بعض از اینا دوست هستن و اتفاقا و اشتباها اونا من بسیار از اینا استاد میگن که من استاد نیستم، من یک خاک پای همگان هستم. اینی یکی مشکل عمده را هم دارن که اگر اینا به گذشته میرن، هنرمندای سابق ما رو میارن، هیچ معلومات ندارن و نمیخواین خود معلومات بسن. در حالی که امروز گوگل شما میزنید، یعنی یک گوگل یک میزنید جواد غازیار یا خلیل راغب، حتی نام من رو میزنید و صدها مطلب میاد که نیاز نیست که آدم چه کنه. یک جان تشکر راغب بزرگوار، من یک لین از آلمان دارم، امیر میگیرم که با اجازه تان که بله بفرمایید. بله سلام. سلام از ما، چطور هستین؟ زنده باشین. ممکن برنامه تون لایف هست؟ بله. شما؟ من یکی از طرف داره جواد غازیان هستم، میخواستم از طریق که برنامه وزیر انسان چند کلمه صحبت کنم اگه اجازه تون باشه. خانم پرستوی عزیز سلام. نیست پرستوی عزیز، نیست پرستوی، نیست فقط یکی از فرد افغانستان هست. میخواید در برنامه حسی جان خالد در چند کلمه اجازه باشه صحبت کنه. آقای غازیار مشتوند، آقای راغب مشتوند، من هم سر و پا گوش هستم. بفرمایید. غازیار عزیز سلام عرض می کنم. خانم پرستی میریار هستم و راغب نازنین گل که صدای ملت افغانستان هست می بوسمش. ای گل عزیز ما را، ای فرزند نازنین وطن ما را و جواد جان غازیار که یک عمر برای مملکت ما یک افتخار موسیقی افغانستان بوده و جواد غازیار کسی است که صدای رسا و نازنینش همین شخصیت بزرگش که هیچ وقت واقعا فراموش مردم افغانستان نمیشه. این بسیار یک چیز مهم است که یک هنرمند کرکت و ساده و سلیس و صادق و مهربان در وطن خود باشه. من خواستم که برنامه شما را دیدم و بسیار خوشحال شدم. خب البته پروگرام نسیه جان بخی پروگرام خودم است. یه وانده که مردم میگن که 24 امید برنامه خانم پرستوست. خب باید صورتش اما ترامه ولی من خواستم بگم که صحبتهایی که واقعا آقای غازیار امشب ای را در وطنهای عزیز ما صحبت کردن و رساندن واقعا که بسیار یک صحبت های مقبول و صحبت های بسیار کرکت و زیبا و واقعی بود. خاضی ها درست میگن ما آوازخان زیاد داریم، به اصطلاح ما شما میخواییم یک تصویر رسانی کنیم، رنگامیزی میکنیم، رنگ از بازار میخریم، ولی کلام خود ما چی میکنه در این قسمت؟ ما چی بینه رنگامیزی میکنیم؟ غازی ها واقعا مقبول گفتن که هنرمند تا هنرجو تا کسایی که تازه میانن تا کسایی که نگهبان فرهنگ افغانستان میباشن، منظورشان ازی بوده تا کسایی که میخواهم که فرهنگ افغانستان را بفروش نگذارن، تا کسایی که در بنام هنر آمدن و هنر فرهنگ افغانستان را دفن کردن. ما به صدقای غازیار عزیز اجر احترام بذارم. سلامت خانم پرستو. پیش از اینکه شما برین، میخوایم اول یک پیام شما رو هم داشته باشم برای در رابطه با وفات هنرمند محبوب ما مسعود جان صفا پیامتانه و بعد از او باز اگه آقای غازیار برای شما صحبت داشته باشن، چون مشکل تکنیکی دارم با شما رو من لین قطع میکنم که شما صدای آقای غازیار رو باز از طریق تلویزیون بشنوین. مسجد سفر ما دیشب چون برنامه تلویزیونی ما خالد عزیز خود خود شما بسیار نزدنه و دردنه و یکدنه است. البته برنامه خود صفحه ایجا ما خودم هم فراموش نمی کنم و بیدی اجا هم فراموش نمی کنم. همی یزان بیدی اجا ششتا برنامه تا گوش می کنم. همچنان خلیل جان و آقا بخمه یک که بچه گل نازمین من زرال که هیچ خلیل جان مادر مزنزیک ندیده اما برنامه ایسا گوش می کنم. میگه خلیل جان بچه بس. من ایسا در شما میگم که
محسوس صفا من از امتاله که برای محسوس صفا چی شده که محسوس صفا مرده من دیشار به برنامه آقای فتا در چی دیدم امریکا در لس آنجلس برنامهشون بود من تلفن هم کردم ولی من نفهمیدم که مسئول صفا چی گونه مرده در کرونا مرده خدا نخواسته کشته شده مریض بوده چی بوده این امیره هایی چه می اتفاق نفهمیدم روش شاد میخوایم بر خانوادیش بر تمام طرفدارای مسئول صفا برای کسایی که واقعا مسئول صفا رو دوست داشتن و احترام داشتن به صدایش و هم یک جوان بود یک افغان ما بود یک جوان مستحد یک هنرمند گل یک هنرمند که نمیخوان خواندنهای کشور میخوان و بسیار با آواز کشور یک علاقمندی خاص داشت مسئول صفا و ما از نزدیک یک بار فقط من مسئول صفا رو به لس آنجلس دیدم که من با دوستای خود به رستوران من خوردن میرفتم که یک جوان با بسیار نفر دیگه در پشت سر من در رستوران دویدن من ایران نمیم که چی گفت شد من برای نفر گفتم که من خود در لس آنجلس فقط یک کنینا کی هستم که فیلم آواز میخوانن نسید جان وقتی که من اینا را دیدم دکتر اینا مسعود صفا هستن با آمد و این مقدیش هم گفتم در برنامه یک قدر محبت و مهربانی و صفا و یک قدر ایت یک عبادت کردی بچه از آنر من گفت من عاشق تو و میلیار مرحوم هستم که به هر صورت بیان بگویم که میلیت ها با هنرمندان زنده است با هنر زنده است ما ده سال دیگه ده دهه دیگه بگذاریم جواد قاضی ها رو پیدا کرده نمیتنیم شادکام رو پیدا کرده نمیتنیم خلیل جان راقه رو پیدا نمیتنیم مثل شما یک گوینده نسی جان خالد رو پیدا کرده نمیتنیم ما و شما فضایی های مملکت خود هستیم ما و شما از اون کسایی هستیم که تولد برای فدایی شدن برای قربانی شدن برای صدای ملت خود برای صدای مردم خود هستیم و این همی چیزهایی است که ما شما را نمیمونه که ما شما فراموش شویم اگر می در این آشفت بازار هنر شما ببینید که هنر توسط پول حکومت میکنن کیا بودن که خانمای برهنه و لچ و بیسویه و بیشخصیت و بیعیت و بیعباد بودن در مرز هنر آوردن ولی استاد محوش نشد ولی سلما نشد ولی بانو افسانه نشد ولی بانو قبرگل نشد اینا کسایی بودن که واقعا در اونر افغانستان قربانی دادن اینا در وقت آواز خواندن که در زن در افغانستان نفس کشیدن هم بترست ما نمیخواییم قربان شما شام خلیل جان داغه نازنین ما کرین جان چقدر تو دوست داشت و چقدر به تو احترام داشت و چقدر تر ناز میداد همیشه در خانه وقتی برنامه‌ای که میدید و جواد غازی ها خب قلب ماست قلب کل خانواده میدید است قلب خانواده افغانستان است جواد غازی ها تکرار نمیشه و نرش، صدایش، شخصیتش، زبانش، فهمش، دانشش، عزتش، حرمتش، افغانیتش هیچ وقت بر افغانستان دیگر تکرار نمیشه بسی جانه بر من یال برنامه تا ندیدم با کم برسان بگیم که افتخار میکنم به این برنامه شما و تشکر میکنم از این کمیشن نوبه های موسیقی افغانستان دعوت میکنم مخصوصا امشب برنامه تان با خلیل جان راقب اک مقبول شده که ایج برسان گفته نمیتونم اما میکنم از خلیل جان راقب در سوال کنم که ایشو چی تو سفید کدی خلیل جان من میخواست خانم پرستو گپای شما تمام شد؟ جانم بفرمایید جواب شما رو خیلی پس از تلویزیون گوش کنین چون از تلفن ما این مشکل داریم شنیده نمیتونه بیده گرامی مشال ترانه و موسیقی افغانستان خانم پرستو میریار بودن که با ما بودن برشان آرزوی سلامتی کامل دارم و ممنون از اینکه تماس گرفتن حالا با شما ما مشترکاً خداحافظی میکنیم شما از طریق تلویزیون گوش کنین که گفتای آقای غازیار و دلیل ریش سفیدی آقای راغبه که مگم نور و نمک کشیده با این ریش خود تشکر به خلیل جان به یای جان به شما خداحافظ همه شما برادرای گل خدا میبوسم شما تصاحبتون که در قلب طرفی جوانه بدارین دوست بدارین با من خدا زنده باشی. خب از شما شروع میکنیم باز گپای آقای غازیان من فکر میکنم خوب گپ زیاد جمع کردن که بگوین راقب عزیز بگوین دلیل ریش سفیدی را دلیل
اول خب اجازه بدین که برای خانم پرستو ماشاءالله ترنم سلام احترام برسانم. یکی از هنرمندای بسیار برجسته افغانستان هستن، صدای بسیار قشنگ و زیبایی دارن، از زمانی که شروع کردن تا به حالم تو قشنگ و زیبا میخونه و شوهر گرامیشون از رحیم جان میریار یاد کردن، از جمله رفیقای دوره نوجوانی ما هستن. رحیم جان میریار قبل از اینکه در رادیو بیان بخونن، ما همی ارکستر آماتور در پوانتون کابل همیشه کنسرتایی که میشد نوازنده آماتور میرفت در اونجا و یک دفعه ما رفتیم همراه استاد ننگیاله اسماعیل خان اعظمی و تمام نوازنده آماتور اونجا رفتیم برای که هنرمندای خودم و آوازخانه پوانتون میخوندن، ما نوازنده بودیم مینواختیم. یکی از اون بچهای پوانتون اومد گفت یک جوان است، یک رفیق من در پوانتون است ولی گفت بسیار صدای مقبول داره. در اون وقتا خدا رحمت کنه رحیم جان میریار پایشان بسه که کدام تکلیف داشت، در شکسته بود، در پلستر بود، آمد زمین دمی سر استیج در زمین شش هرمونیا رو گرفت، یکی دو آهنگ از دکتر صادق فرتاد ماچناش در من دیگر میره خان، یک مقبول زیبای خان که باورتان نمیشه. همیجا بود سخی جان کریمی بود، تیمورشا جان صدوزایی بود، ما بسیار کرده رحیم جان همسان سال رفیق شدیم و گفتیم تو چرا در رادیو نمیخوانی؟ گفت والا ما قدر کس آشنایی ندارم. که ما فورا همراه استاد ننگیاله و اسماعیل خان و مسعود جمال خدا رحمتش کنه چیز کردیم. دیگه دفتیش آمد در دپارتمنت موسیقی و از اونجا زمان شروع کرد. یعنی رفاقت ما از قبل از اینکه رحیم جان آوازخوان شود در افغانستان رفاقت ما بود. با بسیار شخصیت نازنین و قابل احترام و یک هنرمند بسیار ورزیده بود، روی شاد باشه، یادش گرامی باشه. من بسیار خوشحال شدم خانم پرستو لطف کردم در روی صفحه میدن. مسئله ریش نگه، خب امیال نگه هر کسی شما که ریش بانی ریشتون سفید از یک دیداد که رنگ میکنن رنگش سیاه میشه، ولی ما رنگ نمیکنیم، رنگ سفید شده. حتما به می خاطر است که جواد غازی ها ریش نمیمانه. آه نمیمانه بله بودای جان فتران میکنست یا آقای غازیار، خانم پرستو برفایی با شما داشتن، بفرمایید. قربانتان، بسیار زیاد تشکر از مشعل ترانم افغانستان و نرمند بسیار عظیم والا. هر چقدر که من تعریف کنم، من بسیار عاجز آدم هستم که در شان هنر و فرهنگ خانم پرستو و مهریار بزرگوار مسئولیت بکنم و نمیقه میگم که در افغانستان دیگه اینا تکرار ناشدنی هستن. اینا دیگه در افغانستان دوباره باز بمی عظمت نخواد هنرمند به نام پرستو و مهریار عزیز و مشعل ترانم افغانستان به واقعا هر آهنگشان که میشنویم و هر آهنگشان که وطنهای ما میشنوه یک لذت خاص داره، یک کیفیت خاص داره. آهنگ او یک شب بارانی آمد بخانه با خدا کمی میشنم و یا جان آدم استاد میشن راست جانانه. امی آهنگایی که خانم پرستو عزیز خوانده، مهریار صاحب عزیز مرحوم خوانده، هیچ ما دادم زبانم نمیده که بود مرحوم مهریار صاحب شوها را با ما صوب کرده در حیام جوانی و مجردی با هم زیاد بودیم، زیاد میخیستیم، زیاد میشیشیم، کاغذ پرانبازی و رفت آمده و اینا بودن دیگه تکران را شده نیستن و خداوند خوی خانم روحی شد داشته خوی شد دیر نکنن. غنیمت بزرگی هستن خودش و دختر نازنینشان شبانه جان که چه خوب میخوانن، چه خوب میسرانن، چه خوب صحبت میکنن، چه خوب گویندگی میکنن، موفق و بسیار موفق هستن، همیشه جاویدان باشن. در قسمت ریش گفتین والا ما همین مویای سر ما با تا یک روز برادر کلانم گفت بچه ای سر تو چرا رنگ میتونیم از دیدم کاری ریچی بویم گفتم سر از گفتم اینا اگه ما سر ما رنگ نکنم باز مردم میگه خیلی برادر کلان تو که سرسفید شدی خدا میچه ریچه را سر سیاه در حال خوب خودش رنگ میکن گفتم ما رنگ نمی کنیم خدایی هرم تو رست اما حال یکان یکان تار یکان تارک رو میزشه هچی بکن نداره یکان یکان تار رو میسر مفصفه چود از دست از بیخامای زمانه و شرایط در وطن و مردم است و ریش مفصفه چود اما با نیرو با انرژی قدم میگذاریم راغب عزیز برای مود و فیشه رو را سفید کرد اگر نیست ریش سفید نیست من عزیزی دیدیم یک دو سه ماه فیشه رو من دیدم از عزیزی سالات بزرگواری کرد دیدیم شانه بسا مخوش رو راغب همون نیرو همون جوانی و مقبولی را که داشت داره نور خدایی در وجود زور هرچن هم باشون بزرگ هستن دیگه سبینا زور کس برشان نمی کشه دیگه ما خواهش ما در آخری قسمت صحبت های مهی است که بگذارن همین تلویزیون ها باید از تجارب دیروز خود باید یک پند بسیار عظیم گرفته باشن اینا در عرصه هنر، فرهنگ، تمثیل، سینما، سیاست کوشش بکنن
اول خود اینا کوشش بکنن که اشخاص و افراد مطلوب دانشمند تعلیم یافته که به خوی بوی وطن ما بلد باشن، اونو تا اشخاص افراد به عنوان پرودیسر بیارن در برنامه خود، تا او پرودیسر بفهمه که عظمت هنر و شعر آهنگ در وجود کدام شاعر، کدام کمپوزیتور، کدام هنرمند، کدام ممثل، کدام سینماگر است، کدام نطاق، کدام برنامه ساز، کدام گوینده است. تو ایره که درک نکنه او هیچ نمیفهمه فرق بین جواد و غازیار و فرق بین یک آوازخانه که ایج اصلا چی نیست او کده نمیتونه. میگه والا بیایم اونو خوبه همونو فیچن کده آمده نکتایی زده یا هم یک دانه بورو زده آمده میخونه تو باش که ما بورو بازگرم گرم چون در پولیش یک کس هست میرخصه، ولی ما امور رو زامت کسی رو ندادیم آمدیم، اما ما باز چون زور هنر رو دارم با توکل خدا با دعای شما و بزرگا و اینا که اما لطف خداست. دیگه کوشش بکنن که اشخاص افراد درست رو در پرودیسری برنامه خود بره که تلویزیون ها رو درست پرودیس کنن و درست نشرات بکنن برای مردم. اگر تلویزیون آقای خطاب است، اگر آقای مسکینیار، اگر شما هستین، اگر تلویزیون توتیس، اگر تلویزیون تلوس، اگر یک هست، اگر خورشید است، پس کنن. من دیدم دم خورشید، من بیاد دارم که رئیسش آقا سبسا یک آدم شریف بود، آلام هست که ارتباطات داره. یکی از برنامه هایشان بودیم، پروسر زی برنامه زنگ زد، ما در راه بودم، به صاحب بیروبار بود، در راه شمالی دعوت بودیم، گفتم اینه من میایم امروز تصادم، پس زنگ زدم که جان کاکا خیلی امروز نمیشه سبا. این آدم سه هفته این برنامه رو به تعویق تمام، سه هفته بعد رئیس تلویزیون پوشید گفتم آقا صاحب شما خواهد یک برنامه وسیع داشتین و ما بهترین آهنگای نو هم خوش ندارم دوستی مردم نامرد را امیر و ماهنگ دیگه کم تر سخن که خاطر دلدار نازک است امیر ما نو صف کرده بودم با یک موزیک بسیار حالا در خود کابل، گفتم امی آهنگا را آوردیم براتون بچه کی برای پروفسور تلفن میکنه پیشوری ما که او بچه چی کردی برنامه آقای غازی را والا صاحب بود که بانم میکنه صاحب نامت دیگه باز مام دیگه چی که فاجل تا آمده یعنی یا قوقزه ای برخورد میکنه چون جوان ها کم تجربه بی عقل بی منطق بودن خارم نشن بشنوان خوب است که بشنوان که تکان بخورن کینا نمیفهمیدن باز ایواز ما رفتن تا تاجیکی را آوردن دو هنرمند تاجیکی که اونا هنرمند هم نبودن از یک از تاجکستان هستن یک رقصک میکنه خود شورشورک میته او اون خلاص بریم شورشورک دل از یام خوش بود خود از یک مویی چوتی کده بود و سب اینجا هم یک سیخ زده بود اینجا هم یک سیخ زده بود دیگه نال از او چی جور میشه اون نفر هنگ افغانستان رو بلد است نه نفر جامعه رو بلد است اونم هر چی که ازش آمده میتونی روزونا کوشش بکنن که نشرات هنرمندهای خارجی رو کم بکنن از خود زیاد بکنن یک برنامه اختصاصی برای روزونا داشته باشه حالا باز روزونا رو مدامی شب روز دمی لس آنجلس میبینم دمی لس آنجلس گرم 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 دو ساعت برای گوگوش میتن سه دو ساعت برای لیلا فروال میتن سه گرم بس اونم خوانده میره این ملت بیچاره اردم شهید زیر علاشه شیشه مادر مرده سعی میکنه که چی وقت خلاص میشه که یک پارچه تمثیلی به که ما همونش که پیری رو سعی کنیم ما میشه برنامه خود رو تصحیح میکنیم واقعا تلویزیون شما بیخی عیناً بوی خوی تلویزیون ملی افغانستان داره امو نشرات امو کارها امو برنامه سازی ها اگر دمی روان پیش بری خالد عزیز موفق هستی اگر دمی روان یک فتوایی سو تخطی کنی ناکام هستی و چون دوست دارم برادر قرآنی هستی ما شما در یک فامیل شعورو شیشتیم مگه پای ما کرد خودتام سریع هست دیگه زنده و سلامت باشیم کنسرت های تکراری ایرانی ها رو برای ما نشن نکنن افغان های ما بساز زیاد هست شد در آخر ما میخوایم از راقی سیبا مزد شریف هم که اگر گپای ما به نمزشان برابر نبوده باشه ما رفع کنن و خداوند امرایشان باشه روی مسئولی زنده باشه شاد باشه اگر به اجل خود فوت شده خداوند جنت و فردوس بر این نصیبش بکنه مرگ اخ است چی پیر باشیم چی جوان باشیم چه طفل باشیم کل ما ایرا را داریم دلست هستیم در نوبت هستیم که چی وقت میشنیم که با تعصب جواب غازیار در کابل رفت یک زن دیگه گرست اگر رفتی دیگه دفعه این کار را نکنی بنده گرامی صحبت ما واقعا جالب شد و روح مسعود صفا شد مهریار عزیز رفیق دوست و بسیار نازنینم بود یاد شد روش شاد باد اویدای بزرگوار ما نامش یاد شد که خدای غریق اونار خدای بزرگ غریق رحمتشان سازد تمامی رفته های ما را خدا در هر بخشی هستن خدا رحمتشان کنه و بهشت بر این جایشان باشه راغب عزیز غازیار عزیز ما سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین و با ما بودین ممنون از شما امیدوار هستم که برنامه بعدی پیش از اینکه ما بار دیگه
آزم ترکیه شون به برنامه بعدی را گرفتیم. بخیر برنامه باشه که پیام بیشتر پیام شادی داشته باشه، پیام امیدوار کننده داشته باشه، حرفای جالب داشته باشیم، حرفای امیدوار کننده تر داشته باشیم تا هموطنان خود داشته باشیم. ممنون از اینکه با ما بودین راغب عزیز و آقای غازیار. سپاسگزارم تشکر راغب بزرگوار. با اجازه شما تشکر میکنم از شما که لطف کردین برای ما وقت دادین چند لحظه در خدمت شما بودیم. بسیار خوب و عزیزتان باشیم. یک بار دیگه باز بر مسجد صفا بهشت برین آرزو میکنم از طرف خودم، فامیلم، همکارایم و به نمایندگی از تمام درمندای افغانستان، هر کسی که میشنوه صدای ما را، دعا میکنیم که روی شاد باشه، یادش گرامی باشه. مسجد جان درمند بسیار خوب بودن و یک شخصیت بودن که خنده را بر روی لبای هموطنان ما می آوردن، خوشی می آوردن. و خواهش و تمنایم از مردم عزیز ما ایست که با هم رفیق باشند، دوست باشند، اگرچه که مخالف عقاید یکی دیگه هم هستند باید با احترام برخورد کنند، نه با الفاظ رکیک، و یک کار کنند که وطن و مملکت و مردم ما دوباره رو به پیشرفت بره، نه به طرف پس رفت. سپاسگزارم از شما و برای آقای غازیار هم بسیار احترام می‌رسانم، محمد شاه جان حسن و درمند گرامی و همچنان مشعل ترانم خانم پرستو که لطف کردن در این خط آمدن. بر همگی شما از شما سپاسگزارم. دوباره ممنون شما، تشکر، سلامت، روز روزگار خوش، خداوند نگهدار شما. بازم ما لین دارم بنده گرامی از فکر میمت آلمان باشه. بله بفرمایین. مرسی جان، بگم بودشون برنامه رو تقیب کردم، قربان تشکر میکنم و هم آقی بودم. ممکن فکر که توجه شدم و متوجه شدم که این برنامه برای صفای حزیز بود که جواجان غازیار و خود خلیجان راقب و شما امگیتان تشریف آورده بودیم و در مورد خود آقای صفا صحبت میکردیم. ما با تمام خانواده خود مسئول صفا تسلیت هست میکنم به این جوان نازنین ما، به این صدای مقبولشان که واقعا اینا یکی از طرفدارای خواندنهای صدای کشورکمال بودن و همیشه آهنگایزی رو میخواندن و بسیار خوبم درخشیده بودن. ما نفهمیدم که چرا اینا به اثر چی فوت کردن و چه قسم رفتن و این هیچ یک سنگون در برای کام چرا در قسمت از این معلومات نمیدن احمدتره عزیز ما و دوستدارای ازای ما. فقط بخواستم که در آخر زنده باشه خواهم فرشتون. بفرمایید. ما میخواستم دست جان خالد بگیم که شما بسیار محبت دارین، همیشه صدای هنرمندار است، صدای فرهنگیار است، شاعران است، ادیبان است، همگی از تلویزیون وزین شما بلند میشه و تلویزیون شما اصلا میفهمین، شما تلویزیون تنها نمیفهمین که تلویزیون شما صدای افغانستان است، صدای ملت افغانستان است، صدای مردم افغانستان است، صدای زن و مرد و طفل و یتیم و بیچاره و همگی مردم افغانستان است. ما نکنیدم که مسجد جان صفا چی رو نفات کردن، کرونا بوده، خدا نخواسته چی آرسته بوده، خودشان مریض بوده، یکی نیست که این درباره از این باید تشریحات داده شده. و به غیر از این ما به تمام فامیلشان، به خواهرای نازنینشان، به برادرشان، به فامیلشان، به مادرجانشان، به کلشان این جوان نازنین ما را، این جوان زیبای ما را، این جوان گل ما را، این جوان صدای مقبولشان را که واقعا با دنیای غرب و شرق میخواستن رقابت کنن، ما این را تسلیت میکنم و به شما از شما تشکر میکنم. از تلویزیون مقبولتان، از تلویزیون وزیرتان، از تلویزیون افغانتان، از تلویزیون مردمتان، از تلویزیون که شما صدای افغانستان هستین، صدای مرد زن هستین، نصیر خالد در افغانستان به نام صدای افغانستان، صدای ملت افغانستان، صدای مرد زن، صدای یتیم، صدای بیوزن، صدای بیچاره، صدای مظلوم، شما امروز در افغانستان یک محبوبیت دارید. فقط امیر برای فامیلشان یک تحریت هست کنم و از شما تشکر میکنم که با ما موقع دادیم. ما هم از یک بسیار خستگی آمدیم چون مادر جانم مریض است و مصروف مادر جان هستم و ولی دلم خواست که بیایم. خلیل جان تشکر میکنم، غازیار ستاره بزرگ هنر افغانستان تشکر میکنم، از خودت که واقعا یک مرد بزرگ و نازنین و با مقاومت و با شخصیت افغانستی از خودت تشکر میکنم و برای فامیلش تسلیت هست میکنم و در این هم
سر تا سر باشن، سر تا پا خانم میار جایی. سلامت جهان، سپاس بر پرستو مشعل ترانه و موسیقی افغانستان، انشاءالله در تماس میباشیم. ممنون شما بنده گرامی، تشکر بکنم از توجهتان، سپاس از امرایتان. کانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه در هر کجایی که هستین فقط با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، افزقی نگهدار یک و یک شما سروران گرامی.